تقدیم ارادت حضور شما بینندگان ارجمند هستیم به ادامه تشریح آیات قرآن از سوره 20 سوره طه میپردازیم تا آیه 38 یا 39 خوانده شد. از شما بینندگان عزیز اظهار نظر خواستم در مورد این 38 آیه که چه اتفاقی افتاده و چگونه در مکتب پیامبری پیامبرها تربیت می شوند و چگونه آزمایش های مختلف توسط معلم بزرگ روی اونها انجام می شود و اونها از مراحل این آموزشگاه آزمایش ها می گذرند و به مقام پیامبری می رسند. سوال این است که ما برای رسیدن به این مقام پیامبری، همه ما، شما، من، دیگری، همه، هر انسانی باید به مقام پیامبری برسه که از قرآن یا از کتابی که داره خودش، هر کتابی هست، پیامبری کنه و به این لحاظ است که این 38-9 آیه مواد تعلیمات کتاب تربیت پیامبر رو بیان میکنه و من میخواستم شما این رو بنویسید و مثلا در 4 ماده، 5 ماده، 6 ماده خلاصه کنید که برای کلاس پیامبری خداوند این چیزها رو به انسان می آموزه. فایده این آیه ها همین بیشتر نیست که ما همین رو بیاموزیم و الا ما چه احتیاجی داریم بدیم خدا به موسی چه گفت، هر چه میخواد گفته باشه، مگر اینکه این برای ما مفید باشه، ما اینطور یاد بگیریم که موسی در مکتب پیامبری چی یاد گرفت. فرق من با موسی، با فرق من با عیسی یا با رسول اکرم، فرق من فقط اینه که اونها از منبع وحی دریافت وحی میکنند، من از منبع قرآن دریافت میکنم. یعنی اونها از وحی گرفتن به قرآن دادند، من از قرآن میگیرم به مردم میدم. یعنی همه، هر دوی ما با پیام کار میکنیم. و اگر که ما یاد بگیریم، این حسنی که در این کار هست این است که یک کلاس پیامبری هم میتونیم برای مردم داشته باشیم. هر وقت میخواد کسی امر به معروف انجام بده از قرآن، به این کلاس درس مراجعه بکنه، خلاصه بکنیم این 38 آیه. اگر که شما این کارها رو نکنین، مجبور میشم که یک بار اضافی روی دوش عرض کنم که مهندس سلطانی قرار بدم و بگویم که او این کوراکلوم رو، این مواد درسی پیامبر شدن رو برای همگان در یک مقاله کوچکی منتشر بکنه. ولی خب شما اگه همکاری بکنید کار ایشان سبکتر میشه، چون کارهای دیگه هم داره باید انجام بده. جناب شاه محمد راجع به قرآن پرسیده بودن، اتاق فرمان حتما بهشون پاسخ میدن. مطالبی که مانده، منظور شاه محمد، منظورم از قرآنی که از طریق قلم خوانده میشود، اون رو اتاق فرمان به شاه محمد خبر بدید که
چگونه میتواند که اوردر بدهد. عرض میکنم که تنهای تنها مینویسند که پیشنهاد بنده ترجمه استاد کریم زمانی را پیشنهاد میکنم. دکتر مژگان با عرض ادب ترجمه آقای مکارم شیرازی بر اساس شأن نزول و بر اساس حدیث است. جناب درویش پور میگویند استاد گرامی، آخونده ها یک قرآن انگلیسی برای مردم ایران 40 ساله که آوردند با قرآن انسان های خداشناس فرق دارد. درود به قرآن، درود به انسانیت. جناب فاضل می نویسند که بعضی ها مریض روانی هستند و چون منطق و دانش و علمیت ندارند اهانت می کنند، مثل دهل خالی هستند. اگر دلیل دارید محترمانه بیان کنید. فحش و ناسزا و حرف زشت گفتن و بنده تعصب خود بودن که نشد کاری. این گونه افراد متاسفانه هر جای این شبکه‌های اجتماعی حضور غم‌انگیز دارند، ولی آفتاب خواهد تابید و رخ‌های جهالت و یخ‌های جهالت آب خواهد شد. جناب مژگان می نویسند بهترین ترجمه قرآن متعلق به استاد گرامی آقای دکتر میرزا آقاسی است. انشاءالله که اینطور باشه. سرکار زهره مجذوبی برنامه را شعر فرمودند. ضمناً می نویسند که سلام خدمت آقای دکتر ارجمند، همسر بسیار فداکارشان، و سلام خدمت عزیزان. خدا انشاءالله امروز روز پربرکتی برای همه شما و عزیزان باشد. در خلاصه مقاله ای رو که جناب برکی ارائه کردند، موسی از دیدن آتش و آوردن شاخه آن جهت استفاده حرف میگوید و زمانی که با آتش نزدیک میشود ندایی توجهش را جلب میکند که یا موسی، من رب تو هستم، نعلینت را بکش و تو در دره مقدس طوا قرار داری و به دستت چیست؟ میگوید عصایم است که با آن برگ درختان را برای گوسفندان میریزانم و با آن تکیه میکنم و کارهای دیگر. خداوند میگوید عصایت را بینداز. عصا را میاندازد و مار جنبنده‌ای به نظرش میآید، از آن هراس میکند. خداوند میگوید نترس، او را بگیر و عصا را میگیرد. بعدن خداوند میگوید تو را پذیرفتم و تو نبی و رسول من هستی و باید هدایت مرا عملی سازی و در جمع جادوگران فرعون از رشادت نشان دهی، و چنین میکند. و موسی دعا میکند که خدایا به من توان ببخش تا هدایت را عملی سازم و در این راه مرا یاری رسان تا غیر از ذات خودت کس دیگری رو ندارم. تقاضا میکنم تا هارون برادرم را یاورم سازی. و خداوند میگوید تمام خواسته هایت را پذیرفتم تا در مقابل فرعون ایستادگی نمایی. آفرین بر شما جناب برک، آفرین بر شما. جناب احمدی می نویسند با سلام مجدد، به نظر من از سوره طه چنین برمی آید که خداوند این آیه را برای همه بشر ایراد نموده که در قلب خود از محبت و الطاف خداوند بهره‌مند شوید و خود را مصمم گردان آنچه که بر موسی وحی کرد و باورمند و با قدرت الهی متکی شد. در نفس خود فائق آمد و شک و تردید خود راه ندهید. به قدرت خداوند ایمان داشته باشید و فرعون و بر فرعون زمان پیروز بشوید. جناب جواد رحمانی می نویسد که از گفتگوی حضرت موسی و خداوند چنین نتیجه می گیریم که ما هم به توبه خود رسالت داریم. منوبه خود عذر می بخشید. از گفتگوی حضرت موسی و خداوند
چنین نتیجه میگیریم که ما هم به نوبه خود رسالت داریم تا پیام ذات حق را از قرآن گرفته و به دیگران برسانیم، تا بشود همه از آن آگاه شده نه تنها از زندان خرافات رهایی حاصل کنیم، بلکه باعث شویم که خود را تزکیه درونی نموده و جامعه را در مسیر عدالت اجتماعی سوق دهیم و جنتی از صلا و امنیت را در روی زمین برای خود و نسل‌های آینده ایجاد بکنیم. انشاءالله که خدا حافظ شما باشه آقای رحمانی. شاه محمد می نویسد که وحی از کدام طریق برای پیامبران می رسد؟ آیا از طریقی که خواب می بینند یا در بیداری فرشته می آید و برایشان می گفت؟ این سؤالم را دختر 6 ساله می کند. شما باید به زبان کودک، چون سر و کار تو با کودک فتاد، از زبان کودکی باید گشاد. زبان کودکی رو باز کنید و با کودک با زبان سخن بگویید و بگویید در درون همه ما فرشتگان زیبایی زندگی می کنند که این فرشتگان قبل از ما صدای خدا رو می شنوند و این فرشتگان آنچه را که از خدا شنیدند به ما باز می گویند. موضوع رو هم راست کنید و هم سهل و از متشابهات قرآن و درس متشابهات قرآن عبرت بگیرید و همون متد و همون تکنولوژی ربانی رو به کار ببرید. آسانسازی و مطابق سازی، یعنی با ذهن بچه در ارتباط باشید، با ذهنیت او صحبت بکنید نه با خود او. با ذهن او ببینید که ذهن او چه میفهمه، ذهن او چه میگیره، ذهن او کدام متشابه رو تبدیل به محکمات میکنه. از زیبایی ها برای او سخن بگویید، از فرشته هایی که کوچک هستند، زیبا هستند، راستگو هستند. در بچه ایجاد امنیت کنید، ایجاد آرامش کنید، ایجاد باور کنید، ایجاد اتکا کنید. به بچه یاد بدهید که دنیایی که از این فرشته درس میگیرد دنیایی است پر از زیبایی، پر از امنیت، پر از سرگرمی، پر از نیکویی، پر از شادی، پر از نشاط، پر از سبزی، پر از زندگی. بچه رو با خودتون به گلستان طبیعت ببرید، به گلستان عدالت ببرید. برای بچه از چیزهای منفی سخن نگویید که ما این رو از بین میبریم که این رو بسازیم. بدیها رو در بچه خراب نکنید، خوبیها رو در بچه بنا کنید. بچه ها بیش از هر چیز به عمل ما نگاه میکنند. کوتاه سخن بگویید، بیشتر عمل کنید. به بچه بگویید که فرشتگان زیبا و مهربان و سرگرم کننده و شاد فرشتگان، شاد فرشتگان، خوشحال فرشتگان، خندان فرشتگان، متحرک فرشتگان، با ایمان، شاد، متحرک، خندان، زیبا، نیکو و باورمند. نه اینکه باورمند اول بیاد، باورمند اینجا میاد و بعد خود شما همون فرشته بشوید. در زندگی نقش فرشته بازی کنید، مادر او نقش فرشته بازی کنه که اون چرا که از فرشته شنیده که در درون آدم هاست بچه بگوید او مادر من تمام مشخصات اون فرشته ایره که پدر من گفت در درون ما هست در بیرون مادر من هست. مادر من در درون و بیرون فرشته است. بچه اینها لغت هایی رو که من میگویم بچه نمیگوید، ولی بچه این لغت ها رو باور میکند. بچه از این لغت ها به وجود میاد، کرکتر و شخصیت او از این لغات ساخته میشه، ولی بلد نیست به زبان بیاره. نگران نباشید. از فرشته با او بگویید
و خود شما تبدیل به فرشته بشوید. بگویید به او که فرشته قبل از آدم پیام خدا رو دریافت میکنه و فرشته ها چون پیامبرها خوب بودند، زیبا، نیکو، مفید و دانا بودند. فرشتگان خوب در دل این پیامبران با اونها سخن میگفتند و پیغام خدا رو به فرشتگان میدادند. قرآن هم تقریبا همین مثال ها رو میزنه، یک کمی برای سن بالاتر، شما یک کمی برای سن پایین تر سخن میگین، ولی بیسیکلی همون چیزی است که قرآن میگوید، صورت اساسا همونه. فرشته ای در درون پیامبر بنا کنید، پر از زیبایی و حرکت و شکوه و شیطنت های بچگانه، که بچه شما بتواند با اون فرشته ارتباط ذهنی پیدا بکند، فرشته ای که مثل خودشه. اون فرشته با پیامبر سخن میگه و پیام خدا رو به پیامبر میده. کانسپت های قرآنی رو به زبان بچه ها از قانون متشابهات قرآن استفاده بکنید و همون متدولوژی و تکنیک رو به کار ببرید. از مجازات، از بدی، از زشتی ها، از نابرابری ها دور بیستید و اونها رو منع نکنید، چون بچه ها دو تا صندوقچه دارن. صندوقچه قبول اول شماره یک و صندوقچه رد تکذیب شماره دو. آدم های بزرگ همین دوتا صندوق رو دارن ولی جا به جاست. یعنی آدم ها صندوق تکذیبشون شماره یک، صندوق قبولشون شماره دو، بچه ها صندوق قبولشون شماره یک، صندوق تکذیبشون شماره دو. این است که هر چی که شما به بچه بگید، چه مثبت باشه چه منفی، بچه اول دفعه اونو در صندوق شماره یک قرار میده. مثلا میگین این آدم، این بچه خیلی بی‌تربیته، این بی‌تربیتی رو تو صندوق اول میگذاره و در بسیاری از موارد نظرش بچه با شما یکی نیست. اون چیزی رو که شما در صندوق میگذارید که غیبت خیلی بده، بچه غیبت رو دریافت میکنه، اولین صندوق چیه؟ صندوق قبول، میذاره اونجا تا بعد ببینی که چرا غیبت بده. ممکنه به این نتیجه نرسه که غیبت بده، غیبت میمانه اونجا و غیبت خوب میشه و اون بچه غیبت کننده میشه. توجه میکنید؟ این اشتباهی است که در گذشته بسیار میکردن. الان علم روانشناسی یا فن روانشناسی کمک میکنه که به بچه چیزهای منفی گفته نشه. مثلا به بچه نباید گفت به این دست نزن، باید گفت به این دست بزن. مثلا اگر یک میز هست، یک صندلی، شما میخواید به بچه بگید که به میز دست نزن، بچه اونو نمیفهمه، اصلا نمیگیره این رو. باید بهش بگید به صندلی دست بزن، خود به خود به میز دست نمیزنه. برای اینکه اگه بگین به میز دست نزن، دست زدن به میز میره توی صندوق اول و بچه خیلی مشکل داره که چیزی رو رد بکنه، چون بدی کم دیده، همه چیزها رو خوب میدانه و چون تجربه نداره که چیزها بدن، چیزی رو دور نمیندازه. همه چیزهایی رو که به عنوان تکذیب به بچه میآموزید، همه اونها رو یاد میگیره. دیگه دروغ نگیان، حتما دروغگو خواهد شد، چون دروغ رو میگیره بلافاصله. نگویید رو نمیگیره، اون رو نمیشنوه اصلا. اون رو فکر میکنه که چرا دروغ بده. اگه فکر بکنه، مثلا فکر میکنه دروغ دیگه، چیزی هست اونجا دیگه، چرا استفاده نکنم، دروغگو میشه. آدم بزرگ همه چیزها رو رد میکنه تا وقتی قبول بکنه، بچه همه چیزها رو قبول میکنه تا رد بکنه. به زبان بچه باش صحبت بکنید، از زیبایی ها، خوبی ها،
فرشته این خوبی ها رو داره، دین این خوبی ها رو داره، اینا رو همه رو به پیغمبر یاد میده، پیغمبرم به ما یاد میده، ما به شما یاد میده. کار میکنه اونجوری، خیلی خوب کار میکنه. جناب سید عباس هستین به نظرم، قریشی، میگوید آقای دکتر غنیمت روزگارید، خداوند بر عمرتان بیفزاید تا ما بیشتر بیاموزیم. ممنونم. جناب فنادیم به همه روز بخیر میگویند. اجمال عزیز برنامه رو شیر کردند. شاه محمد میگوید که از معلومات سه کودک، از معلومات، با تشکر از معلومات، سه کودک دارم همه روزه همراه برنامه زیبای شما را بیننده است و روزهایی که شما را نمی بینند می گویند که نمره استاد را برایم بدهید که همراهش حرف بزنم. همشان در حال ختم قرآن هستند. من تا جایی که از قرآن آموختم برایشان می گویم، اما از روزی که برنامه شما را می بینند از من می خواهند که سوالات ما را از پدر بزرگم بپرسید. حالا شما را پدر کلان می گویند. جناب قریشی هم اظهار محبت میکنن. از شما هم جناب شاه محمد یک دنیا سپاسگزارم. شاید که این قرآن های قلمی چون ترجمه انگلیسی نسبتا آسانی هم داره، اونها هم برای بچه ها بد نباشه، شاید مفید باشه. یکی از پیشنهادهای من این است که برای هر بچه قرآن قلمی که تهیه میکنید به هر کدومشون یک قرآن بدید مال خودش باشه، اسمش هم روش بنویسید و این یک نوع احساس داشتن میکنه، یک نوع احساس رابطه خصوصی با خدا میکنه. بچه ها خیلی حساسن. ما برای شما سه قرآن میفرستیم و از نظر هدیهش اشکالی نداره که همون وجه یک قرآن باشه، ولی سه جلد قرآن براتون میفرستیم که به هر بچه یک قرآن بدید. اسمهای بچه ها رو برای من بنویسید تو همین مقاله که باشه، که مسئول این کار اسمها رو یادداشت بکنه، من بهشون بنویسم و گوشه اسمشون امضا بکنم که معلوم باشه هر قرآن مالی کیست. و نتیجه این کار این خواهد بود که شخص احساس میکنه که در سن 5-6 سالگی، 10 سالگی یا هر چی که هستم یک پیامبر شده، پیامبری شده که مسئولیت یاد گرفتن و یاد دادن داره و دو با داشتن پدری مثل شما که بهشون می آموزید که شما باید انفاقگر باشید، هر چی که آموختید اگه کسی نیست به هم یاد بدید، داشته های خودتون را از قرآن. و طبعا اینا ها انگلیسی بهتر بلدن لابود از فارسی بخوانند و اینها، یا هرچه به هر حال آموخته های خودشون رو به خواهر برادرشون یاد بدن، اونها هم به اینها یاد بدن و یک نوع معارفی در سطح کودک به وجود بیارید و کتاب بچه رو ازش نگیرید و قرآن رو تبدیل به کتاب خانواده نکنید. قرآن هر کس مثل لوازم شخصیش باشه. من خودم این تجربه رو انجام دادم با
پسر کوچکم، من 5 فرزند دارم که پسر کوچکم، کوچکترین اونها بیش از 30 سال داره و به هر حال این وقتی که سنش کمتر بود و اینها، من یک قرآنی که فارسی بلد نیست، اون البته قرآنی که فارسی بود اصلا، ترجمه عربی که اصلا بلد نیست، قرآن بزرگ دستخطیه، مال یکی از مشایخ بزرگ قدیمی است، اون رو چون جا نداشتیم تو اتاق این گذاشتیم و این فکر کرد که این قرآن مال اینه. یک مرتبه ای که یادمه که هم دیر آمده بود، شب چیکار کرده بود و اینها، که ناراحت شده بودم از دستش، گفتم حالا بزرگترین تنبیه اینه که این قرآن از تو اتاقت بردارم تا آدم بشی. هیچ وقت ندیده بودم که انقدر به هیجان بیاد و منقلب بشه و گریه بکنه. گریه شروع شد و گفت هر جور تنبیه میخواید منو بکنید تنبیه بکنید، ولی این قرآن رو از توی اتاق من بیرون نبرید. گفتم توی سواد نداری، نه عربی بخونی نه فارسی بخونی، چه فرقی میکنه برای که قرآن کجا باشه نباشه اینها، نه باید قرآن رو بردارم. بعد گفت وقتی که قرآن توی اتاقم نیست احساس امنیت نمی کنم. گفتش که من در، حالا به زبان خودش البته، که این قرآن که در کتاب من هست من احساس امنیت می کنم در سایه قرآن و بسیار بسیار موجب ایجاد یک انقلاب درونی در خود من شد و من یک چیز جدیدی از قرآن یاد گرفتم. چون اون 16-17 سالش بود یا 18 سالش بود، یه جوان اونطوری دروغی نداره بگی که راجع به قرآن، ماها بزرگا دروغ میگیم ولی اون بچه ها دروغ نمیگن. به این خاصیت قرآن تا حالا پی نبرده بودم، با این همه مطالعه‌ای که در قرآن کردم و صاحب ادعام شده بودم، ولی هیچ وقت این خاصیت قرآن رو نفهمیده بودم که همین کاغذ و مرکب و مقوای قرآن میتونه یک آدمی رو که نه عربی بلده نه فارسی بلده نه ایران متولد شده نه با فرهنگ ایران آشناست، آمریکایی دیگه اصلا، در سایه این کتاب، در سایه کاغذ و مقوای این کتاب احساس امنیت بکنه. اینو بلد نبودم من که قرآن این خاصیت رو هم داره. بلد بودم که از خواندنش در ما طمأنینه ایجاد میشه و آرامش ایجاد میشه، ولی نمیدونستم دیگه وقتی هم سر تاخچه میذارید بازم تو اتاق هم اثر رو میکنه. البته اون انگلیسیش هم میخوانه، ولی خب شاید هم اون دلیلش بوده. منظور این که من از این فرصت استفاده کردم که بتوانم که شاید که از این طریق بیشتر بین اینها یک پیوند خصوصی بین اینها و خدای اینها به وجود بیاری. اتاق فرمان، شما حتما آقای محسن احمدی رو میشناسید و میبینید که ایشان چقدر آدم صبوری هستند، ولی اینجا چون صحبت قرآن شد و شیرینی قرآن مطرح شد، دهان ایشان هم 2 مرتبه آب افتاد و گله‌ای که 4 ماه نگه داشتن مطرح کردن. میگویند استاد عزیز، من 4 ماه قبل قرآن شریف را سفارش کردم و آدرس را هم فرستادم، ولی تا به حال به دست من قرار نگرفته است. جناب احمدی یک لطفی بکنید، همین الان 2 مرتبه در پیغامگیر یا در همین نشریه یا در پیغام، هر کدومش راحت ترید، یا به همین تلفنی که الان 2 مرتبه براتون می نویسن تلفن بکنید یا تکست بکنید به اون تلفن، تلفنشون 2 مرتبه بگذارید برای آقای احمدی.
آدرسشون رو بگیرید و آبروی از دست رفته ما رو ترمیم کنید. جناب مسعود بقا می نویسند: دکتر میشه لطفا درباره غزالی نظر شما رو بدانم؟ چشم قربان، حتما. اجازه بدید که شاید روز دیگری که جز به برنامه کارم بگذارم که از موضوع اصلی که موضوع امروز هست منحرف نشیم. جناب ابستا مازی میگویند که دکتر میگم مضحک گفتگوی ادیان در شبکه پارس، که یادتان هست گفتگوی شما با توده‌ای مغز باخته فروزنده، اینطور صحبت نکنید خواهش میکنم. ببینید، ماها باید که عقیده مختلف داشته باشیم. بالاخره یک کسی میخواد توده‌ای باشه، یک کسی میخواد دینی باشه. میشه که ما عقاید مختلف داشته باشیم، ولی با هم دیگه، حالا اگه با علاقم نیستیم، با یک ضابطه‌ای رو رعایت بکنیم، یک دیپلماسی رو رعایت بکنیم و خوبتر حرف بزنیم با هم دیگه. یادتان هست گفتگوی شما با توده‌ای مغز باخته به نام فروزنده، یا یک باهایی که یادتان هست حضرت آیت الله حقوق بگیر انگلیس. الان ما چه آموزشی از این الفاظ و اینها میگیریم؟ ممکنه که به دلایلی به ما آرامش کوتاه مدت بده، ولی اثر بد دشمنی و جدایی و مفارقت خیلی طولانی به جا میذاره. اتاق فرمان باید که توجه داشته باشید که شما ما رو بد حساب میکنید جلوی مردم. خیلی خیلی آبروی ما رفت امروز. شاه محمد عزیز اسم بچه هاش رو می نویسه، یکی اسمش حمزه هست، یکی اسمش لیدا هست، اگه درست تلفظ میکنم، حمزه، لیدا و متین، درست باشه انشاءالله. اصلاح کنید منو اگر که درست نمیخوانم. جناب فریدا علی از گفتگوی حضرت موسی و خداوند به این نتیجه رسیدم که این ذهن ماست که چیزهای خوب را بد و بد را خوب میبینیم، مانند موسی که چوب خود را مار میبیند، و این ذهن انسان است که آنها را برای خوب و بد میبرد، به راه خوب و بد میبرد. و برای ما گفته میشود که در مقابل زورگویان حتی مانند فرعون مبارزه کنیم، و انسان را مانند موسی در مقابل زورگویان انسان را مانند موسی در مقابل آن انتخاب کرده که اگر قصد کند میتواند با دست خالی مبارزه کند، با زور و ستم، و همچنان تجلی قدرت خداوند را آشکار میکند. چیزهای زیاد آموختم که در اینجا نمیخواهم وقت همه را بگیرم. نمیدانم از شما به کدام زبان تشکر کنم. مرحمت دارید شما. در اون قسمت فقط من یک اصلاحی دارم به گفته شما، که ما چیزهای بد رو خوب نمیبینیم یا چیزهای خوب رو بد ببینیم. مار چیز بدی نیست. ما باید بدانیم که دو استفاده میکنم من از اون قسمت، دو استفاده میکنم. این قرآن نیستن، این من هستم. یکی این که من
به نیروی مغزم، به نیروی تصور و تخیلم در ذهن آشنا میشم که چه قدرت خلاقی دارم من به عنوان بشر، که میتوانم که در ذهن خودم یک چیزی رو خلق کنم که اون رو با چشم بیرون ببینم. این قدرت مغزی آدمه که میتونه اینطور به نظر بیاره در این شدت و در این قدرت. با اون قدرت آشنا میشم و یکی این که به این مغز، به این نظر، به این بینش مغزی، به این پرسپشن اعتماد نمی کنم. یعنی هم به قدرت مغزم پی میبرم، هم به اشتباه مغزم پی میبرم و تأثیر تربیت و تأثیر ایمان رو در نوع نگرش مغز و سر به جهان حساب میکنم. که مغز من اولا اینقدر قدرت داره که میتونه چوب رو تبدیل به مار بکنه در ذهنم، و در بیرون هم نگاه میکنم مار ببینم، با وجود که واقعا مار نیستون، ولی اینقدر قدرت داره مغز من. اون وقت خطری که این کار داره اینه که اگر که شما معلمت اشتباه باشه، یعنی معلمت خدا باشه که خوبه، اما معلمت اگه شیطان بود این قدرت هم داشتی چی میشد؟ آدمی که قدرت علم فیزیک داره، علم شیمی هم داره، یک کسی مثل پاستور میشه که جان بشر رو نجات میده، نمیدونم کرم رو شناسایی میکنه و چرک رو شناسایی میکنه و ضد عفونی کردن و حرارت دادن این چیزها رو یاد میده. یک کسی دیگه هم هست فیزیک بلده، بمب اتم درست میکنه. اون چیزی که یاد میگیره، ما به قدرت مغز آشنا میشیم. شما با هر قدرتی که آشنا میشی باید دقت بکنی که امکان صعود و امکان سقوط وجود داره. اینو خوب توجه بکنید. یعنی شما الان به جایی میرسید که میگید من با میتونم با مغزم تخیلاتم رو عینیت ببخشم در عالم خارج. این قدرت مغز منه. حالا من هر عینیتی که بیرون میبینم از این به بعد مطمئنم که این عینیت، یا این که این عینیت رو ذهنیت من ساخته. اون وقت شما رو وارد یک مرحله از زندگی میکنی که بسیار وسواسی میشید، بسیار دقیق میشید که آیا این چیزی که من میبینم من ساختم یا خدا؟ اون وقت این چیزی که من میبینم درسته یا غلطه؟ این اعتقادی که من دارم درسته یا غلطه؟ یعنی شما وقتی به قدرت تخیل و تجسم خودتون آشنا میشید، هم در مسیر سازنده هم در مسیر خراب کننده. خیلی باید دقت بکنید. ولی خوشحالم که این مطلب رو مطرح کردید که این توضیح داده بشه. اگر متوجه نشدید بگویید بیشتر توضیح بدم، چون خیلی حساس هست این موضوع. جناب قریشی میگویند که قول به معنای بگو وقتی میخوانیم، قول اعوذ برب الفلق، مخاطب ما کیست؟ آیا ما به خود میگوییم به خدا پناه میبرم، خدایی که شمشیر آتشین دارد، خدا به ما خطاب میکند که بگو، آیا نمیشود ما بدون قول بگوییم اعوذ برب الفلق؟ بعضی از سوره های قرآن که سوره هایی است که باعث می شود که بقیه سوره های قرآن، بقیه مباحث قرآن، بقیه موضوعات قرآن بیاد رو. ببینید شما وقتی که کمی شیر می دارید روی چراغ داغ بشه، این شیر اول ساکته دیگه، ولی وقتی که گرم میشه این حباب های هوا از توی شیر می پرن بالا،
و بعد شیر کف میکنه، نیست؟ اگه نرسید بهش کف میکنه، میاد بالای اون ظرفی که دارید شیر رو میجوشانید، در صورتی که این شیر قبلا به این بالای ظرف دسترسی نداشته. بعضی از سوره های قرآن هست که حرارت ایجاد میکنه در باور انسان و شدت و سرعت میده، هیجان و عاطفه و احساس داخل علم و باور انسان میکنه، مثل همون جوششی که به شیر وارد میشه و شیر رو به پرواز در میاره. اون بخش از آیه های قرآن که از نظر علمی و از نظر فاندیشن ساختمان قرآن حالت پایه داره، اونها باید کثیر النشر باشه، کثیر الانتشار باشه و دهن به دهن بچرخه، اصلا در تمام مدت توی دهن آدم باشه. اون کار سرایت میکنه، یعنی قول در اول آیه کثرت سرایت ایجاد میکنه، یعنی الان تا من شنیدم که الان شما اینجا گفتید، این واقعیت ها، الان تا من دیدم اینجا شما نوشتید قل اعوذ برب الفلق، من خواندم این سوره رو تا شنیدم، تا اون قل رو شنیدم من خواندم، و هزاران هزار نفر هم که نوشته شما رو دیدن اونها هم خواندم، من میدانم. نتیجتا با گفتن این قول شاید 1000 بار در چند دقیقه گذشته این سوره خوانده شد، و این حکمت الهی است که کسانی که میشنوند هم آیه رو به یاد میارن، هم امر خدا رو اطاعت میکنن. یعنی در دو جبهه این سوره کار میکنه، هم سوره قرآنی که من میشنوم، گوش میدم، میفهمم، چیز یاد میگیرم، و هم این که اون امر اولش تا میخوره به گوش من، من اطاعت میکنم، منم شروع میکنم به خواندن. 1000 نفر میشنوند قل اعوذ برب الفلق، الان همه این 1000 نفر، 2000 نفر، 100,000 نفر، 2,000,000 نفر، شاید این 2,000,000 نفر که بیننده ما جاهای دیگه هستن، شاید همه اونها الان این سوره رو خواندن، و کسانی که صدای اونها رو میشنون در خانوادهشون، در هر کجا که هستن، اونها هم میخوانن آیه هایی از قرآن، سوره هایی از قرآن که در حکمت الهی اینها بایستی که کسی رو انتشار باشه، بیشتر از بقیه آیه ها و سوره های قرآن با قول میاد. قول تأکید بر انتشار و تکثیر انتشاره. من اینجوری فکر میکنم البته، ولی باز همین برداشت منه، قرآن نیست، استنباط یک آدم نیمه سواد از قرآن. جناب عبدالواحد می نویسن ای یار غلط کردی، با یار دیگر رفتی، از کار خود افتادی، در کار دیگر رفتی. جناب قاسم پرتو می گویند قرآن در باره وحی چیزی گفته که وحی چیست و چه نیرویست. قرآن در سوره های مختلف، ولی بهترین سوره ای که قرآن وحی رو تشریح کرده که من از اون بسیار بهره میبرم و بسیار لذت میبرم، سوره نجم هست. حالا من اینجا می نویسم برای خاطر گل روی مبارک، شاید که امروز قسمت آخر برنامه رو به تشریح سوره نجم آیه های 1 تا 7 رو میخوانیم، در اونجا راجع به این موضوع سخن گفت. خیلی هم قشنگ گفته قرآن و خیلی خیال انگیزه و خیلی فرصت میده به آدم که آدم باز بکنه. بعضی آیه های قرآن هست که بسته است دیگه، همونو تحویل میده
و در ذهن ناخودآگاه باز میشه. خود آیه معنی داره، معنیشو میکنین تموم میشه. بعضیاش هست که خیلی فرصت میده به شما که توسن خیال رو سوار بشید و عرض کنم حضورتون که در دشت اندیشه به تفکر پرواز مشغول بشید. این کارو خواهیم کرد. جناب اشرف تهرانی می نویسند که از تشریحات شما ممنونیم. در مورد حضرت موسی فرمودید ولی هنوز مسئله عصای حضرت موسی برای من جا نیفتاده. می دانم شما امروز خیلی خسته هستید. من ممنون می شوم اگر برایتان مقدور باشد در جلسات بعدی بیشتر تشریح بفرمید. حالا بالاخره امروز هم تا جایی که نفس هست و میشه که کاری کرد انجام میدیم و اینها. قرار نیست که حال ما بهتر بشه دیگه، جوانتر که نمیشیم. یا هر روز یه جای آدم یه عیب جدیدی میکنه. من تصور میکنم که عصا در این آیه، در این آیه ها، من میخواستم این حرفا رو مردم بزنن، اینا تقاضام کردم و اینا، دو سه تا جواب بیشتر نگرفتم. به طور کلی تکیه به ماسوالله، تکیه به غیر خدا خلاف مقام پیامبری است. و شما حتما خانم تهرانی به سیرک تشریف بردید. من رفتم، حالا قبلا سیرک جاهای دیگه دیدم و اینا. آمریکا هم که اومدیم، آمریکای شهری داره که شهر قمارخانه است، تمامش پر از قمارخانه است و اینها. تصادفاً یک مسجدی هم در اونجا هست، لاس وگاس. ما یه وقتی برای کارهای ازدواج و طلاق و فلان اینها که اون جوانتر بودم و کار میکردم و اینا، مثل الان دیگه دردمند و اینا نبودم، ایالت نوادا که یک ایالت جداست از کالیفرنیا، قانونهای داخلیشون فرق میکنه اینا با هم، من جمله قانون ازدواج. کسانی که میخوان طلاق بگیرن در کالیفرنیا خیلی سخته، طول میکشه خیلی، ولی در نوادا خیلی زود طلاق میدن، ولی باید مقیم اونجا باشید. حالا کسانی که میخوان آمریکا هستن جو میخوان طلاق بگیرن، میرن یکی دو ماه اونجا میمانند و اهل اونجا میشن، طلاقشون اونجا. به این مناسبت اون کارهای ازدواج و طلاق و این چیزا که بود میرفتم و میامدم من اونجا. و تصمیم گرفتیم که یه روزی با خانواده بریم از برای تماشای قمارخانه و بریم ببینیم در قمارخانه ها چه میکنند و اینها. ماشین رو پارک کردیم و رفتیم که در داخل یکی از این قمارخانه ها. وقتی میخواستیم بریم گفتن که $10 باید بدیم پارک کنیم ماشین رو، بعد میرین داخل قمارخانه $10 رو پس میدیم. اینا جمله‌های زیادیه ولی ارزش آموزشی داره. ما این پول $10 رو دادیم و من و همسرم و بچه ها راه افتادیم در داخل قمارخانه و هی از این پرسیدیم که ما کجا این قبضه بدیم $10 رو پس بگیریم. هر کدوم میگفتن. بالاخره جوری معین کرده بودن که شما یک مار پیچ رو طی میکردید میرسیدید به تای قمارخانه، اون تای قمارخانه پول شما رو پس میدادن. یک عده ماشین رو پارک میکردن، گروه گروه میرفتن داخل قمارخانه، یک نفر در آخر خط باقی نموند. تمام این آدم هایی که می آمدن یعنی یه جایی در این قمارخانه متوقف شدن و شروع کردن این دسته هر بالا پایین کشیدن و پول بردن و باختن از این حرفا. بالاخره بچه ها هی دیدیم که میگن ما میخوایم بازی کنیم و ما میخوایم این کارو بکنیم و اون کارو بکنیم و گفتیم بیا یه کاری بکنیم. اگر که موافقت بکنید ما میریم الان اینجا نهار میخوریم، بعد میریم این بندبازی تماشا میکنیم که بندبازی میکنن. دوست دارید؟ همه گفتن بله. گفتم خب میریم اونجا. رفتیم و بندبازی تماشا کردیم و یک درس بزرگی در اونجا، درس توحیدی گرفتم که اون درس رو میخوام
برای شما انجام بازگو کنم. چند تا آرتیست بودن، چند تا همین بازیگر بودن که توی سیرک، سیرک خیلی بزرگی بود. حتما شما دیدید که در سیرک چاهگاه‌های مختلفی هستش که چند نفر ایستادن اونجا گوشه های این سیرک، بعد یک ریسمانی میاندازن مثلا برای اون آرتیستی که اون طرف هست، این ریسمان رو از این طرف میندازن، اون ریسمان میگیره تاب میخوره و بعد میره یه پله بالاتر. یکی از چیزهایی که خیلی توجه منو جلب کرد و واژه ایمان در اون سیرک برای من معنی شد این بود که یکی از همین خانم هایی که بازی میکنند و اینها از یک جایی مثلا فرض کنید که 20 متر از زمین فاصله داره، میخواد بره به یک جایی که 25 متر فاصله داره اون طرف سیرک. یک نفر هست که این تناب رو پرت میکنه برای این شخص، ولی این تناب تا وسط سیرک بیشتر نمیاد، چون به وسط تیرک سیرک آویزان شده. هر چقدر شما محکم اینو پرت کنید اون طرف نمیره، وسط به صورت شاغول این وسط باقی میمونه. حالا شما اون گوشه هستید، میخواید این تناب رو بگیرید، مجبورید شروع به حرکت بکنید تا اونجایی که از مرکز این محور شاغولی عبور بکنید و در برگشت که بالا میرید برمیگردید. وقتی برمیگردید تناب رو ول میکنید، تناب خودتون رو ول میکنید. 3 یا 4 ثانیه شما در فضا معلق هستید تا در حال سقوط تناب دومی رو میگیرید. وقتی گرفتید باز تاب میخورید و در اثر این تاب ارتفاع پیدا میکنید، میرید به اون پناهگاهی که 5 متر بالاتره. زمانهای گذشته حالا تور میندازن پایینشون و ابر و اینا میذارن که اگه وقت افتاد پایین نمیره، ولی در زمانهای گذشته میمردند. اینکه این تدابیر نبوده اگه نمیتونستن بگیرن. مرحله ایمان مرحله انقطاع، مرحله شریعت مرحله اتباع. شما در شریعت تبعیت میکنید، شما در طریقت انقطاع میکنید به جای اتباع، یعنی قطع میکنید از اون چی که باور داشتید. در شریعت شما باورهات رو اصلاح میکنی، ترمیم میکنی تا تبدیل به ایمان میشه. در شریعت طریقت این فرصت به شما داده نمیشه و اصلا این شیوه وجود نداره. شما باید قطع کنی و اصل کنی، یعنی شما اون ریسمان رو باید ول کنی تا این ریسمان رو بگیری. دوتا ریسمان با هم دیگه نیست، اصلا این دوتا ریسمان با هم فاصله داره. ریسمانی که او ول میکنه میاد اینجا میسته، ریسمانی که شما رها کنید اینجا میسته. این ریسمان ها با هم فاصله دارن. ولی شما وقتی تاب میخورید، این تابی که شما به ریسمان میدید شما رو از این رد میکنه، در برگشت این ریسمان رو میگیرید. ولی در چند ثانیه شما معلق میمونید در فضا. عصای موسی اون ریسمانی است که اون بندباز برای ارتقاء به طبقه بالاتر طبقه پایینتر رو رها میکنه. وقتی که به موسی گفته میشه که این چیه تو دستت گرفتی، به چی تکیه کردی، صبر میکنه خدا تا جواب بده. اولین چیزی که موسی میگه، میگه من به این چوب تکیه کردم، یعنی تکیهگاه اوست. پس این چوب متکای موسی است. 1، 2، رازقه، رزق تهیه میکنه. البته خود موسی برگ درخت نمیخورده، ولی خود موسی گوشت اون گوسفندی رو میخورده که اون گوسفند برگ درخت رو میخورده. بنابراین این عصا
هم محافظ اوست، هم متکای اوست، هم رازق اوست، رزق او رو تأمین میکنه و هم بقیه کارهاش. یعنی هر کاری دیگه هم که داره همین چوب انجام میده. قرآن دیگه داستان نیست که خیلی تعریف بکنه، مثل من پرگویی بکنه که، ولی همه کارهای دیگه هم با این چوب پول در میاره، هم با این چوب خونه میخره، هم زن میگیره، هم بچه دار میشه، هم بچه ها بزرگ میشه، همه رو با همین چوب انجام میده. شغلشه دیگه. این گوسفنداری که میچرونه بالاخره یه پولی میگیره، میره زندگی میکنه دیگه. با چی بوده؟ با این چوب بوده. اگه این چوب نداشت برگ از درخت نمیامد، اگه برگ نمیامد گوسفند نداشت، اگه گوسفند نداشت پول نداشت، اگه پول نداشت خونه نداشت، خونه نداشت زن نداشت. ملاحظه میکنید؟ یعنی تمام زندگی این آدم در جمیع جهات متکی به این چوبی است که دستش گرفته. نیرویی است که دین موسی رو تشکیل میده. دینش چوبشه. میگه اگر میخوای دین من بشه، اگه میخوای به من تکیه بکنی، اگه میخوای این تناب دوم رو بگیری که من هستم، من خدا، تناب اول رو رها کن، به من اطمینان کن. اون بندبازی که میخواد بپره اون بند تناب رو بگیره، اون یکی اگر یک لحظه دیر و زود این تناب رو رها بکنه، از اون بالا میفته پایین، تکه تکه میشه. اطمینان میکنه به اون، ایمان داره به اینکه این هدایت رو برش میفرسته. اون هدایته. اگر به خدا ما ایمان داریم در حدی که موسی قراره که ایماندار بشه دیگه، بشه ابراهیم، تا جایی که اگه خدا از زبان فرزندش باهاش صحبت کرد که چنین چنان کن، آماده بشه گردنشو ببر در اطاعت از خدا، باید به اون مقام برسه تا پیغمبر باشه. این آزمایش ها داره، تربیت و آزمایش داره انجام میشه. در یک جا میگه رها کن، میگه اون ریسمان رو رها کن، چوب رو رها کن، چوبی که همه زندگیت متکی به این چوبه، چوب رو رها کن، مار به دست بیار. یعنی دو تا قدرت رو در کنار هم گذاشته که میگه این یکی رو باید رد بکنی تا اون بیاد. یعنی این چوب رو باید از دست بدی تا مار تبدیل بشه به در دست تو بیاد، که بعدن این مار برای تو کار بکنه، بره نمیدونم به جنگ مارهای جادوگراشو بکنه، بقیه داستانهایی که آمد. خب گفت به نظر من در اینجا مرحله انقطاع رو در مقام باور و اتکای به خدا نشان میده، که ما در زندگی همه ما داره چوب هستیم. مثلا یکی از این چوب هایی که ما داریم این است که من 100 دلار پول دارم. خب این 100 دلار رو من میخوام چیکار بکنم؟ مثلا 10 دلارشو خرج میکنم، 10 دلارشو اجاره خانه میدم، حالا 50 دلار برام مونده. خدا گفته انفاق کنید. الان من این 50 دلار رو نمیخوام. من برای یک هفتم غذا توی یخچال دارم، خوراک دارم، الان نشستم 50 دلارم پول تو جیبمه. یک فقیری میاد در میزنه در خانه شما. حالا اینجا فقیر در نمیزنه در خانه، ایران بود اینطوری. اتباع یعنی 5 دلار از اون 50 دلار رو میدید به فقیر. از خدا تبعیت کردید. انقطاع یعنی هر 50 دلار میدی به فقیر. میگه الهی در من حالی به وجود آوردی که نمیتونم ندم این رو. میگه پس بعد از یه هفته غذا چی میخوریم؟ یار به تو متکی هستم. اون حالت انقطاع وقتی به وجود میاد، انسان 100% متکی به متکای اون مرشد میشه، اون شیخ میشه، اون خدا میشه،
اون کسی که طناب رو میاندازه براش که بگیره اون طناب رو، ولی وقتی میتونه اون طناب رو بگیره که طناب خودش رو رها کنه، گفت هر چه در این راه نشانت دهند گر نستانی به هزانت دهند. در متشابهات بسیار قوی قرآن که یکی از مظاهرش همین مطالب مربوط به ریسمان و تناب و این حرف های چوب و مار و اینها هست، در این بیان متشابه به ما میگوید اگر چیزی رو که متکی به او هستی رها کنی و به جای اینکه به چوب متکی باشی به خدا متکی باش، چوب رو با خدا عوض کن. اولین اثری که میبینی اون ماره، دومین اثری که میبینی ذهنیت خالق و صانعی است که خدا به تو داده. و بعد هم در این کار وقتی که آزمایش میشه، قبول میشه، پیغمبر میشه و میفرسته خدا این رو به بازار امر به معروف، و بعد بقیه داستان ها تا اونجا به وجود میاد که در بیان متشابهات قرآن همین اتکاء موسی به خدا و انقطاع موسی از ابزار و اسباب دنیا که نمایندش این چوبه، او رو به جایی میرسانه که بزرگترین اتفاق انحصاری تاریخ زندگی بشر اتفاق میفته، یعنی مظهر استکبار سقوط میکنه. ما نمیدانیم، از نظر قرآن عرض میکنم، که اصلا فرعونی در عالم واقعیت بوده یا نبود. از موسی که هیچ خبری نیست در تاریخ فراعنه، نه عکسی هست، نه مجسمه هست، نه اسمی هست. الان اجازه بدید وارد اون مرحله نشیم. فرض رو بر این میذاریم که موسی بوده، فرعونی هم بوده، و فرعون از نظر قرآن مقام مظهریت داره، مقام متشابه و مثال داره، مثل رستم در نظر فردوسی است. که حالا رستم بوده یا نبوده ما اونو بحثی الان نداریم، ولی از نظر الگوی کار فردوسی که وقتی به مظهر قدرت، به مظهر ملیت، به مظهر نمیدونم سخاوت چنین چنان اشاره میکنه، به اون مدل اشاره میکنه. فرعون در داست بر منظر قرآن یک مدله. حالا بوده و نبوده اصلا هیچ ربطی نداره به بحث ما. ما راجع به مکتب فکری فرعون صحبت میکنیم، یعنی مکتب و نماینده مفهوم استکبار و ظلمه فرعون. یعنی معنی ظلم چیه؟ از کارهای فرعون به پیدا میکنیم. ایمان موسی و اتکاء موسی به خدا و ترک اتکاء موسی به اون چوب، اون چوب نماینده دنیاست، مار نماینده اتحاد قدرت بشر با خداست، و فرعون نماینده قدرت بدون خداست. اینها همه ریشه در قدرت دارن. اون وقت یک کسی که قدرت دنیایی نداره، یک کمی قدرت دنیایی چوب داشته، اونم انداخته دور، الان قدرتی پیدا کرده که قدرت برای دشمنان، قدرت مار گزنده پیدا کرده، و برای دوستان هم قدرت رحمانی پیدا کرده. چرا؟ چون مسلمان شده، چون تسلیم خدا شده، گفته من تسلیم تو هستم و من به تو تکیه می کنم خدایا، نه به چوب. و به این ترتیب موسی از امتحان قبول میشه و حکم پیامبریش رو میگیره، و بعدها میبینه که همین داستان چوب و مار چه نقشی در آموزش های توحیدی او ایفا میکنه. و بعد هم ما از قرآن میآموزیم که این قدرت ماورای تصور موسی در انحصار اتکاء به خدا
و ترک اتکا به ما سوالله، به غیر خدا، نه تنها باعث میشه که خود او در قربت با حق باقی بماند، که بلکه باعث زیر و رو شدن مکتب ظلم و استکبار در جهان میشه. به ذلیل ترین و حقیر ترین صور، یعنی در میدان جنگ فرعون رو خدا نمیبره که بلاخره زخم برمیداره و خونی میریزه و سرباز شهیدی میشه و مثل موش میبره او رو در آب خفه میکنه. خیلی خفت داره دیگه، آدم جنگجو رو. قرآن هم کتاب عجیبیست، کتاب عجیبیست، میبره توی آب لجن خفش میکنه اونجا، یعنی بدبختش میکنه به جای اینکه شهیدش بکنه. یعنی دیگه از این کسافت تر آدم نمیمیره. کجا میمیره؟ میره تو لجن میمیره، یعنی استکبار رو به لجن میکشه. کی؟ موسی. کجا؟ اتکای او. به کی؟ به خدا. چگونه؟ با ترک منابع و متکاهای دنیایی. همینطور نعلینش هم یک همچین حالی داشته. انشاءالله که اگر که کفایت داشته بنویسید خانم تهرانی که دیگه اینقدر سردرد به مردم ندیم ما بیش از این. جناب عزاده نموزو جالبی رو در اینجا می نویسد، آفرین به شما. می نویسد که به نظرم پروردگار عالم چرا عصا را مثال زده؟ چون چوب سرمایه است. آفرین. چون چوب اسباب است، چون چوب ثمر است، باعث گرمی می شود. مثال های زیادی میگن میشه در مورد چوب زد. هر چه درباره چوب فکر کنیم جهان امکان است. چوب یعنی این دنیا، به بیان دیگه. نقش احدزاده هر روز ارزشمندتر از روز قبل میشه. کم کم میبینیم که گفت مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد. به نظر میرسد که این پدر عزیز به ذوق آمده و چقدر شیرین میگوید. آفرین بر تو، آفرین بر تو. خب من یک کمی برم بالا که من دیگه بعد از این گلگی که آقای محسن احمدی کردن خیلی خیلی شرمنده شدم و خیلی حالا خوبه که همه اینها دوست و آشنا و شناسا هستن. ما اگر که با غریبه ها این کارو بکنیم میگن اینا آدم های خیلی بدی هستن. جناب محسن احمدی می نویسند که کدام حکومت و کارکنان حکومت، حکومت فرعون یا فرعونیان امروزی، جناب محسن، فرعون رو خدا از بین میبره، بشر میسازه. هر چقدر که خدا فرعون رو از بین میبره ما دو مرتبه میسازیم، ما دو مرتبه میسازیم، ما دو مرتبه میسازیم. همیشه یک عده‌ای تصور میکنن که در سایه حمایت ظلم می توانند که عمله ظلم باشند. الان شما نگاه بکنید، من دل خوشی از خمینی ندارم، دل خوشی هم از خامنه ای ندارم، ترسم ندارم، از هیچ کس نمی ترسم. هیچ کس، هیچ کس، هیچ کس. به حمایت هیچ کس هم احتیاج ندارم. من نه شاهی هم، نه خمینی چی، نه دشمن اینم، نه دشمن اون. اصلا دشمنی من با هیچ کس ندارم. ما دلسوزی دارم، مخالفت دارم، ولی دشمنی من با کسی ندارم. اول بگیم که تکلیف همه رو روشن بکنیم. من نه شاه دوستم، نه خمینی دوست، نه دشمن شاه هم، نه دشمن خمینی. نه از شاه میترسم و شاه پرستا، نه از خمینی و خمینی پرستا. این پاک بکنیم، راحت بشیم. اما شما وقتی نگاه بکنید
میبینید که شاه وقتی آمد به ایران یک آدم سوئیسیه، تحصیل کرده سوئیسیه، رفتار سوئیسی، اخلاق سوئیسی، معتقد به حکومت، شما تاریخش رو که میخونید، اوائلی که به ایران آمده بود یه آدم دیگه ای بود. افرادی که میخواهند از او به عنوان اسا استفاده بکنند انقدر شروع کردن تملق گفتن و دروغ گفتن، هی دلا شدن، تعظیم شدن، روپاش میافتادن اوائل، و این وحشت میکرد. یه جوانی بود دیگه، جوانی 20 ساله بود که اینا چرا این کاری میکنن، کفش منو بوس میکنن، میترسیدم چی بگه، چی بگه اینا. یه آدم گنده 500 کیلویی اومده و با زحمت و اینا دلا میشه و خر و پر و تر و اینها، بالاخره دلا میشه، کفش اینو میبوسه و بلند میشه. بعد کم کم شد آریا، بعد شد آریا مهر، خورشید آریا. بعد من یادمه که سردر ساختمان‌های دولتی و مهدان می نوشتن خدا، شاه، میهن. شاه اسمش رو می نوشتن دیگه، اسمش رو برداشتن، عکسش رو گذاشتن، مجسمش رو. همه سردرهایی که می دیدید به خصوص بناهای ارتشی، اونجا نوشته بود که خدا، مجسمه سر این شاه، میهن. یعنی هر شاهی هم نه، خدا، این شاه، میهن. خب اینو به جایی رسوندن که این یه مرتبه کم 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 رشد کرد، یه چیز عجیب غریبی شد که فرعون شاگرد خونش هم نمیشد. حالا لیاقت داشت نداشت هرچی، اونا رو الان بحث نمی کنه. همین آقای خمینی، حالا میگن متقلب بود و در فرانسه اینطوری گفت و در ایران اونطوری گفت، و من اینها رو نمیپذیرم. من فکر میکنم که خمینی وقتی که در فرانسه بود همین بود که بود. خمینی نبود که گفت کراوات نزنید. شما تاریخ رو بخونید، در یکی از مصاحبه های آقای ولایتی، چهره مرموزی که مدتی وزیر خارجه بود، الان هم در کنار آقای خامنه ای، در کنار آقای خمینی هم بود، تصمیم گیرنده، تنها تصمیم گیرنده 40 سال گذشته در ایران همین آقای ولایتیه. در یکی از سخنرانی هاش گفته که من بزرگترین افتخارم اینه که کراوات رو در ایران از گردن مردا باز کردم و کراوات رو ممنوع کردم. این کراوات نداشتن و یقه آخوندی، حالا ما امروز یقه آخوندی نپوشیدیم، میپوشم منم، این کراوات رو نزدن رو من درست کردم. این افتخار این آدمه، میگن چه خدمتی کردی به ایران، میگه کراوات رو جمع کردم. آقای خمینی فکرش به برداشتن کراوات نبود. آقای خمینی تنها موردی رو که زنها باش مطرح کرده بودن موضوع روسریشون بود، گفت من به روسری شما کاری ندارم، راستم میگفت. خمینی یک تفاوتی با آقای خامنه ای داشت، فرقش این بود که آقای خامنه ای دروغ زیاد میگه، آقای خمینی کمتر دروغ میگفت. حالا من به ایمان افراد کاری ندارم، من نمیتونم ایمان رو ببینم، ولی اعمالشون رو که میبینم، مردم رو من بیش از خمینی مقصر میدانم. یعنی ما فرعون، منظورم از همه این مقدمات سردرد آوردم براتون اینه که ما فرعون رو میسازیم، فرعون ما رو نمیسازه. همین آقای خمینی واقعا هم نیتش این بود که بیاد بره قم. من آقای خمینی رو میشناسم، خیلی خوب میشناسم، از نزدیک هم میشناسم. واقعا میخواست بره به قم، اونجا بشه همون معلم طلبه‌ای که بود، چیز دیگری نمیخواست. حالا یه سری هم تنفر اینها از شاه داشت و روابط، الان نمیخوام کش میاد موضوع، میخوام بگم که ما او رو تبدیل کردیم
به امپراتور. ما او رو تبدیل کردیم به ولایت. شخص خمینی، حالا میگن در کتابهاش نوشته، هرگز چنین چیزی نیست. من یک سری کتابهایی از 36 سال پیش، 38 سال پیش که کیهان اندیشه در قم کتابهای ماهیانه منتشر میکرد یا سالیانه منتشر میکرد، همه اونها رو من دارم و در اونجا خمینی رو معرفی میکنه. فرازهایی از خمینی در اون کتاب نوشته و خط خودشان کلیشه کردن گذاشتن توی کتاب، که اون چیزی رو که امروز اگر کمتر از اون رو شما به ملاها بگید شما رو اعدام میکنن، خمینی به ملاها گفته. با اسم بسیاری از اینهایی که امروز سر کار هستند و ایران رو میگردانن مورد لعنت خمینی بودن، در همون کتاب کیهان اندیشه ای که من دارم اون کتاب رو. بنابراین نقش مردم در ساختن حکومت ها خیلی مؤثره. یعنی افرادی که از فرعونیت زندگی میکنن، خود فرعون از فرعونیت زندگی نمیکرده، یک تاج گنده هی سرش میذاشتن و لباس های سنگین زربفت تنش میکردن و مثل اسب بدبختش میکردن، پر از فلز بوده تنش، حتما راه نمیتونسته بره مرتیکه، گفته کی تموم میشه من این لباس رو درارم برم کپه مرگم بذارم بخوابم. اون فرعون بوده، فقط درش فکر قدرت رو درش پرورش میداد. ولی اینهایی که یه طبقه پایین هستن الان هم همینطوره. الان شما فکر میکنید خامنه‌ای لذت میبره؟ چه لذتی میبره از زندگی؟ فکر بکنید دیگه، آدمی که هر شب توی زیر زمین باید بخوابه، آدمی که 10,000 تا قراول باید نگرش دارن که نکشنش، این لذت میبره از زندگی؟ اما یه طبقه پایین تر آقازاده ها، ماشین نمیدونم فراری و ماشین فراری و غیر فراری و نمیدونم مازورپاتی و از همین چیزایی که هست دیگه، چقدر 500,000 دلار، چقدر 600,000 دلار. یه دختر تو روم نشونده داره، یه دختر توی اتریش داره، یه دختر نمیدونم مراکش داره، شب پلو این میخوابه، بعد از ظهر پلو اون میخوابه. یه طبقه پایین تر اونها هستند که خامنه ایسم رو میسازند، فرعون رو میسازند، شاه رو میسازند، خمینی رو میسازند. خمینی تو همین اواخر حکومتش که در ایران حکومت میکرد، شب همون آبگوشتی رو میخورد که زمان گذشته میخورد. آدم اگر به جایی برسه که حقیقت حرف بزنه، حالا همه میگن من خمینی طرفدار خمینی هم، طرفدار خمینی باشم، منم اون تناب رو رها کردم، آخه منم دیگه آویزان به اون تناب نیستم، هم سقوط کنم بمیرم بمیرم، من تناب مردم به تناب مردم آویزون نیستم، چون احتیاجی به مردم ندارم. تنها احتیاجی که من در تمام طول مدت عمرم احساس میکنم که از مردم چیزی خواستم، همین مدتی است که این تلویزیون دارم. هیچ وقت از هیچ کس هیچ چیز نخواستم، برای خدا هم از مردم چیزی نخواستم، از خودم هر چی داشتم، من خیلی داشتم، خودم دادم برای خدا، الان هم هر چی دارم میدم برای خدا. حالا به این تلویزیون اومدیم گیر کردیم اینجا، مجبور به گدایی شدیم و گدایی هم میکنیم. نه، فرعون الان رو من اینطور نمیبینم، فرعون ها رو ما میسازیم. شما این رو فکر بکنید آقای احمدی، که اگر این آقای خمینی میرفت به سوئد، میرفت به فنلاند، میتوانست که همین بازی ها رو اونجا را بندازه. پس قبول بکنیم که ما فرعونساز هستیم. حالا خدا یک مرتبه فرعون رو در زمان آقای موسی خفه کرد تو آب،
هزار تا فرعون دیگه بعد از اون ما ساختیم. طرفداران همین موسی امروز در دنیا فرعون هستند. چرا رای دور میریم؟ از اونها من نمیترسم البته. جناب اکبر ناصری می نویسند که ایشان چنین نوشته بودند: مسیر شما درس‌های قرآنی بود، ولی اکنون دارید به حکومت و کارکنانش حد که حرمت می کنید. این مسئله را امشب در برنامه یادآور می شوم. می خواهم پاسخ بگیرم که منظورتان چیست؟ نوشتن که عکسش را نتوانستم برایت بفرستم، ولی نوشته بود: حکیم الکوزایی با سه قطره دوای یونانی ثابت کرد که کرونا وجود دارد. حقیقت است، ولی وزارت صحت عامه و نظام غرق در فساد این یقین را به مردم داده نتوانست که کرونا در افغانستان وجود دارد و حقیقت است، چون بالای حکومت هیچ اعتماد وجود ندارد. چیزی که عیان است شهادت به بیان است، تصاویر حرف می‌زنند. به جای مسدود کردن و ممنوع کردن، پای مکان مناسب برای تطبیق این ادویه یونانی از طرف وزارت صحت آورد. بله، متوجه نشدم که جناب اکبر ناصری نوشتند که ایشان چنین نوشتند. خوب متوجه نمیشم. حالا از اینجا میاییم که صحبت سوال خانم تهرانی رو سعی میکردم پاسخ بدم و جناب ناصری می نویسند: سلام علیکم استاد محترم، امروز هم یک هموطنم چنین نوشته. بعد من بهش نوشتم که فکر نکنم که چنین الان می خواهم از شما بپرسم که این صحت دارد که همچون شما بنویسید یا اینکه کسی دیگر به اسم پیوند هر چه دلش خواست بنویسد. نمیفهمم، بیشتر توضیح بدید آقای ناصری که منظور شما کیست که به نام پیوند هر چه میخواهد بنویسد. چون من اینجا نگاه میکنم ببینم که چه گفته شده و نمی‌بینم که در اینجا به هر حال آقای ناصری مطلبی که نوشتید متوجه نشدم. اگر که توضیح بیشتری روشنگری کنید خیلی ممنون و متشکر میشم. خب در مورد توضیح آقای احمدی عرض کردم که به طور کلی مردم از دست طبقه دوم حکومت رنج میبرند. یعنی حکومت واقعی همیشه طبقه دوم حاکمیت، طبقه اول نیست. طبقه اول به دلایلی که حالا شرحش خیلی طولانی است در طبقه اول قرار گرفتن، ولی جنبه نمایشی دارن بیشتر. ولی طبقه‌ای که اونها رو نگه می‌داره و طبقه واقعی است، طبقه پایین‌تره. مثل حکومت زمان شاه
مثل حکومت خمینی، مثل حکومت خامنه ای. الان شما ببینید هم زمان شاه وابسته های شاه در دنیا چه میکردن، همین وابسته های خمینی چه میکردن، الان وابسته های آقای خامنه ای چه میکنن، چه ثروت هایی، چه فجایعی، چه بیناموسی هایی در دنیا انجام میدن. ظاهرا هم اینا تو حکومت نیستن، ولی اینها پایه های و سکوهای حفظ حکومت هستن و اینها هستند که دیکتاتوری به وجود میارن، اینها هستند که قدرت ناحق به وجود میارن. آقای ناصری توضیح دادن که این یکی از کامنت های هموطنان شما بود. قرآن رو گفته بودن که شما قرآن درس میدید یا توهین میکنید، شما به من بگویید که اون هموطنی که به شما گفتند که مال واسطه شما به من توضیح بدهند، ایشان هم وظیفه دارند قبل از اینکه واقعا مورد توهین قرار بگیرند ذکر بکنند که من کجا به حکومت ایران یا حکومت شاه یا حکومت خمینی یا خامنه ای یا ایشان توهین کردم. اون کلمه توهین من رو بنویسند. جناب احدزاده می نویسند مار عمامه عمامه است. لیلا منصوری سلام می کنند به همه دوستان. جناب شکور سوال خلق می شود، آیا کدام اسرار در گوسفند وجود دارد که همه پیامبران چوپان بودند؟ برای اینکه همه پیامبران از پایین ترین طبقه جامعه انتخاب می شدند و بنا بود که مشکل ترین کارها رو تجربه کرده باشند، هم در خلوت باشند، هم موقعیت فکر کردن داشته باشند، هم عادت به آخوندی نکنند. گوسفند چرونی خیلی سخته، آخه خیلی سخته، هم خیلی سخته، هم خیلی خسته کننده است، هم خیلی یک نواخته. گفته خودش دیگه همش باید به این چوب تکیه بکنه، چی کار بکنه دیگه تو بیابون. هتل 5 ستاره که توی چیز براش نذاشتن که. حالا فهمیدم که نوشتن که امروز در پیوند به ثبت رسید، نشر رسید که چنین چنان شده. ببینید ما در شبکه پیوند یک پستی داریم که پست عمومیه، مثل روزنامه است و در ماه بین 1.2 تا 1.5 میلیون نفر آدم اون وال رو یا اون پست رو نگاه میکنن و این روزنامه پیونده و آزاده. همه هم که اون رو میخونن میدونن که این پیوند نیست، میتواند از اونجا به پیوند سفر کند، ولی در واقع یک برزخ اونجا که منتظره که تکلیفش معین بشه، یعنی از اونجا برداشته بشه در پیج پیوند ریخته بشه اگر پیوند قبول بکنه. ولی هرگز اینها در پیوند نمیاد، اینها در همون پست باقی میمانه که این پست نظر پیوند نیست. این رو از نظر همه بینندگان عرض میکنم، ولی ما بر نمیداریم چیزی رو از اونجا. اعلام کردیم که این روزنامه است، هر کس میخواد هر خبری رو منتشر بکنه اونجا مجانی میاد منتشر میکنه، که ما در اونجا دخل و تصرفی ندارم. عرض میکنم که جناب قریشی میگویند که شما غنیمت روزگاری، تشکر میکنم. جناب نیایش معماران میگویند که چه مزخرفی، به کی میگویید؟ اینقدر کم حوصله هستند که فقط
کلمه توهین آمیز رو می نویسند بدون اینکه مخاطب خودشون رو معین کنند. جناب ناصری، ببخشید استاد محترم، سوال محسن احمدی که پرسیدن کدام حکومت فرعون یا فرعونیان راجع به نوشته من بود، ببخشید. به هر حال فرصتی شد که در این مورد توضیح بیشتری داده بشود. با این مقدار که با هم صحبت کردیم، موضوعات خوبی باز بیرون آمد و فکر میکنم که سودمند بود. پاسخ خانم تهرانی رو هم دادیم. میپردازیم به ادامه ماجرای حضرت موسی و رابطه او با فرعون در شکلی که قرآن معین میکند. در آیه شماره 38 این گونه برای شما خواندیم: که موسی در واقع از امتحانات پیامبری سالم میگذره، بیرون میاد، قبول میشه و خداوند به او میگوید که ما یک بار دیگر به تو نعمت بخشیدیم. و بعد داستان زندگی موسی رو خدا برای موسی تعریف میکنه، برای ما هم تعریف میکنه و میگوید بعد از اینکه برای بار دوم به تو نعمت بخشیدیم، به مادرت وحی کردیم آیه شماره 38 این زمانی که اوحینا وحی کردیم الى به امیک مادرت ما آنچرا یوحا که وحی کردیم یا اونچه که وحی شد به مادر تو، وحی را فرستادیم، شاید این گونه معنی کنیم. چه چیزی را وحی کردیم که او را انی اقضی فیه که بینداز او را یا بگذار او را فی در التابوتی در یک جعبه فقذی فیه و بینداز او را یا بگذار او را فقذی فیه در الیمی رودخانه فلیلقیه تا بیافکند الیم رودخانه او را بساحلی به ساحل رودخانه. در اینجا میبینیم که فلیلقیه ترجمه ای که کردن که برساند، ترجمه ایست که تقریبا همه کتاب ها فلیلقیهی رو ترجمه کردن که این رودخانه، مسیر رودخانه یا جریان آب رودخانه او رو به ساحل رودخانه برساند. به اون جهت رودخانه میرفته که بره به ساحل کم عمق رودخانه و جایی که کاخ فرعون در اونجا قرار داشته دیگه، به اون قسمت کشیده بشه.
اما فلیلقهی معنای رساندن لزوما نمیداد. ممکنه که به اون ختم میشه، واقعا رسانده دیگه، یعنی آب، این آب رودخانه، حرکت آب رودخانه، این جعبه ای که موسی درش بوده برده رسانده به ساحل، به کنار رودخانه. اما کلمه فلیلقهی نشان میدهد که سپس به وسیله رودخانه القا شد، یعنی پیدا شد، ظاهر شد و به نظر رسید و مقابل قرار گرفت، صورت نما شد، لقا پرداز شد. یعنی اون بیننده‌ای که بیرون رودخانه بود، در ساحل بود، او را دید، دیدنی شد، ملاقی شد، ملاقاتی شد، لقای او پیدا شد، باز بر به نظر آمد یا به نظر رسید یا ظاهر شد. همین حال به وسیله کی این اتفاقات افتاد؟ به وسیله رودخانه. یأخذه و چنین شد تا برگیرد او را. عدوون یک دشمن، دشمنی از دشمنان لی من، و عدوون و دشمنی از دشمنان لهو تو. پس به یاد بیاور، یا زمانی که گفتیم به مادرت در آیه 38 که او رو بگذار در صندوقی و به دریا بینداز، یا بگذار او رو در رودخانه، البته دریا اینجا نیست، رودخانه است، و بعد چنین کرد و بعد رودخانه و مسیر رودخانه و جریان آب رودخانه او رو ظاهر ساخت که به نظر آمد در ساحل رودخانه، برد او رو به ساحل رودخانه و خب اونجا که بود دیدنی شد دیگه، ظاهر شد، توانستن که او رو ببینن. هر کسی که او رو گرفت به نظر او آمد که این تو این صندوق، تو این جعبه یک چیزی هست، و برگرفت، به اونجا رسید تا برگیرد او را، کسی که هم دشمن توست هم دشمن من. و عدوون لهو دشمن من و دشمن او، دشمن موسی و دشمن خدا. او رو گرفت از کنار ساحل رودخانه. و القید علیک محبتا، و مهر خود را بر تو افکندم، یا مهر خود رو بر تو ظاهر کردم. و القید، و باز هم میگه تلقی کردم، باز هم میگه ظاهر ساختم، دیدنی ساختم، به نظر تو آوردم محبت خود رو. منی از سوی خود، ولی تصنع که تو به اصطلاح پرورش پیدا کنی، علا عینی زیر چشم من. پس گفت در اینجا که او رو به آب بینداز و من تو رو مورد مهر خودم قرار دادم که تو زیر نظر من به رشد و
به کمال برسی. پس از این قسمت از این داستان از قرآن می آموزیم که خداوند به مادر حضرت موسی وحی کرده و به او رسالت داده. سوال من از شما محترمین این است که بگویید که رسالت خدا نسبت به عرض میکنم که جناب موسی، مادر موسی چه بوده است؟ به او چه رسالتی داده؟ رسالت رو از چه طریقی میدن؟ در اینجا که خدا میگه به او گفتیم، به او وحی کردیم دیگه، به مادر موسی وحی کردیم. وقتی وحی میکنه یک مأموریتی، یک مسئولیتی به او میده دیگه. مسئولیتش هم گفته وحی کردیم به او، متن وحی ما به مادر موسی این بوده که وقتی که این بچه به دنیا میاد این رو در یک تابوتی، در یک صندوقی بگذار و در رودخانه رها کن که این رودخانه او رو به ساحل میبره و در ساحل کسی که دشمن من و توست، دشمن من و اوست، او رو نجات میده و من زیر نظر دارم اون رو، در حالی که اون به دست دشمن من داره بزرگ میشه، ولی اون دشمن من نمیدانه و زیر دست من در واقع داره بزرگ میشه و من با زیر چشم خودم اون رو در نظر دارم. حالا سوال من این است که رسالت مادر موسی چه بوده؟ علت این که من این سوال رو میکنم، سوال گنگ رو، سوالی که خب معلومه دیگه، خود قرآن گفته، میخوام ببینم که آیا این موضوع برای بیننده جا میفته و آشکار میشه که هر نبی رسول است، یعنی هر نبی باید رسول باشه تا رسالت نبوت پیدا بکنه. اما هر رسولی آیا مجبوره که نبی هم باشه یا نه؟ سوالم رو تکرار میکنم. منطقاً هر نبی رسول هم هست، رسالتش چیه؟ نبوتشه. آیا هر نبی که رسول است، هر رسول هم نبی هست یا نیست؟ یکی دو جواب هم اگر باشه برای من کفایت میکنه که مطلب توجیه شده و ما میتوانیم که بقیه آیه رو انجام بدیم. جناب حیدری نوشتن ایشان نمیفهمد خدا را رسالت میدهد. جناب سید داوود حیدری می نویسند برادران، این آقا نمی تواند فرق بین حرفهایش بگذارد. رسالت خدا در قبال مادر موسی چه بوده؟ باز ایشان می نویسند که ایشان نمی فهمد خدا را رسالت می دهد. مطالبتون هنوز گویا نیست که کاندیدا هستید برای اخراج از برنامه یا اینکه می توانید که باقی بمانید. دو بار مطلب نوشتید که هیچ معنی نمی دهد جناب سید داوود. بار سوم اگر مطلب بی ربط بنویسید بلاک میشید، از برنامه اخراج میشید که بقیه بتوانند که تمرکز کنند روی سوالاتی که میشه.
برادران، این آقا نمیتواند فرق بین حرفهایش بگذارد، یعنی چه؟ و بعد وقتی که شما می نویسید که رسول یعنی فرستاده، اما ایشان اصرار دارند که خداوند رسالت داده است. اتاق فرمان آقای سید داوود حیدری رو بلاک بکنید از برنامه، به جای دیگه تشریف ببرید و این مطالب رو اونجا بیان بکنید. خب، جناب برکی می نویسند که استاد، این همون سید قرضدار مردم است، حالا دو مرتبه اخراج میشن دیگه، حالا اشکالی نداره. جناب امین می نویسند هر رسول نبی است، ولی هر نبی رسول نیست. من فکر میکنم که جناب امین برعکس باید باشه. ببینید، رسالت یعنی مأموریت، اصلا رسالت یعنی فرستادن دیگه. وقتی کسی رسوله یعنی این فرستاده خداست. آیا شما انسانی رو پیدا میکنید که رسول نباشد؟ آیا چنین موجودی در کائنات یافت می شود؟ موجود انسانی را عرض می کنم که خلق شده باشد و رسالتی نداشته باشد، یعنی بیهوده خلق شده باشد بدون رسالت. تصور من این است که، اگر من اشتباه می کنم من اصلاح بکنید، تصور من این است که هر جانبنده ای، انسان جانبنده ای که خلق می شود با یک رسالت خلق می شود، برای یک منظوری، و الا هستی و خدا که بیهوده خلق نمی کند. یعنی آقا چرا خلق کردی؟ میگه همینطوری بیخودی خلقش کردم که دیگه بالاخره باشه دیگه. اینطوری خدا خلق میکنه؟ یا جواب میدی که من اینو خلقش کردم که به من عبادت کنه؟ فرض کنید این عبادت آیا رسالت اون شخص هست یا نیست؟ یعنی وقتی ما میگیم این آدم رو خدا خلق کرده، خلقش کرده که چیکار بکنه؟ اولا این رو خدا فرستاده این آدم رو، یا خودش اومده به این دنیا؟ قطعا خدا فرستاده. پس این فرستاده خداست، پس این رسول خداست. رسول خداست که چه بکند؟ اون کارش رو قرآن معین میکنه که این چه رسالتی در این دنیا داره. اختیاری که به او داده شده، مأموریتی که به او داده شده، وظیفه‌ای که به او داده شده، علم قرآن به او داده شده، علم اسما به او داده شده، علم امانت به او داده شده. اینا رو داده خدا که چه بکنه؟ بیهوده؟ برای این خواستم که اون آقا رو بلاک بکنن، که از بشنوند، از بیرون بشنوند و مجبور بشه که گوش بده، چون وقتی داخل برنامه میشه فقط فکر میکنه که اخلال کنه، فرصت گوش دادن نمیکنه. ولی وقتی بیرون میکنید اون رو از برنامه، بهش کمک میشه، شروع میکنه به شنیدن و فکر کردن، و شاید که اون شنیده ها اثر بکنه و اصلاح بشه. و صبر کرد، هر وقت اصلاح شدید از طرف یکی دیگر از دوستانتون که بلاک نشده، اگه دوست بلاک نشده دارید بگید با ما مکاتبه کنن، و اگر که شما اصلاح شده باشید از شما رفع بلاک بشود. ولی تا وقتی که یاد نگرفتید که چطور حرف بزنید و فکر میکنید برنامه رو منحرف میکنید، خیلی اشتباه میکنید، این کار انجام نمیشه. جناب امین می نویسن اول رسول که از طرف خدا برگزیده شده، نبی بعد از فوت رسول جانشین او می باشد. مقام رسول از مقام نبی بالاتر است.
شما باید که توضیح بدید جناب امین که این برداشتتون از خود شما هست یا برداشتتون از قرآن هست، چون بر اساس منطق قرآن و بر اساس منطق خود آدم، آدم ها چون بیهوده آفریده نمیشن، همطور که عرض کردم در قرآن میگوید که این آدم ها همه قرآن رو در سینه دارن، علم کل اسماء دارن، علم تسخیر کائنات رو دارن، مقام امانت دارن، اینا همه مأموریت دیگه، و آدم رسول هست که در قبال این امکاناتی که خدا بهش داده یه کاری انجام بده. اولین رسالت آدم اینه که ما رسالت امانت خدا رو داریم، یعنی همه آدم ها بدون استثناء امین خدا هستند در مورد چگونگی تعامل با اون چیزی که خدا ثروت این هستی اسمش رو گذاشته، که خدا مالک انحصاری اونهاست، نوع بشر امانت دار خداست. این اولین رسالت بشره. حالا بین این آدم هایی که یک رسالت کلی و عمومی دارند، بعضی از اینها هستند که رسالت فرعی دارند. رسالت مادر موسی چی بوده جناب امین به نظر شما؟ رسالت مادر موسی چی بوده؟ آیا مادر موسی همون رسالتی رو داشته که من دارم؟ من از خدا رسالت امانی دارم، چون آدمم، توی قرآن هم نوشته همه ی آدم ها از طرف من رسالت امانی دارم. مادر موسی اضافه بر این رسالت امانی یک رسالت دیگر هم داشته. اون رسالت چی بوده؟ اینی که این بچه در جعبه بگذاری، جعبه رو بیندازه توی آب رودخانه. هم نبی هم بوده یا نبوده؟ مادر موسی نبی بوده یا نبوده؟ اما رسول بوده، هم رسول بوده در امانت، هم رسول بوده در اینکه موسی رو در صندوق بگذاره بذاره تو آب. من و شما هر دو رسول خدا در امر امانت هستیم، اما ما رسول در نبوت هم هستیم یا نیستیم؟ نبی هم هستیم ما یا نیستیم؟ نیستیم. من که نیستم، پس من رسول هستم. در چی؟ در امانت داری. امانتی کی؟ امانت خدا رو. پس من شدم رسول خدا در حفظ امانت او. نبی هستم یا نه؟ حتما نبی نیستم. هیچ من تا اونجایی که من میدونم به من فرمان نبوت داده نشده. بنابراین من رسول هستم اما نبی نیستم. هیچ کس نیست که زاییده شده باشه، انسان باشه و رسالت نداشته باشه. توهین به خداست که کسی رو خلق کرده بیهوده و بدون رسالت. اما در بین کسانی که دارای رسالت هستند، بعضی از اونها نوع رسالتشون رو خدا معین میکنه، بعضی ها هستن که نوع رسالتشون اضافه بر امانت داری نبوت هم هست، یعنی رسولی است که نبی است. بعضی ها هستند که نبویت ندارند، رسالتشون در همون امانت خلاصه میشه. بعضی ها هستند که مثل مادر عیسی رسالت حامل شدن دارند، رسالت به دنیا آوردن عیسی رو دارند، ولی رسالت پیامبری نداره. یعنی حضرت مریم که پیامبر نبوده، نبی نبوده، ولی رسول بوده یا نبوده؟ چگونه رسالت میکرده؟ یعنی اگر رسول نبوده از کجا فهمیده که باید عیسی را حامله بشه؟ رسول یعنی وظیفه دار، یعنی کسی که فرستاده شده برای انجام یک کاری. جناب محمودزاد می نویسد که سلام تو یو، میگوید که همه پیامبران به عنوان یک وسیله هستند برای اینکه مردم رو مطلع کنند، بشریت رو مطلع کنند از
وظائف اونها نسبت به خدا و اینکه بشر به وسیله آیات و خدا به هدایت برسه و به توحید برسه. سوال من اون نیست، سوال من شناخت رسالت، حدود رسالت، مفهوم رسالت، شمول رسالت و مفهوم نبوت و رابطه نبوت با رسالت. پاسخی که از طرف جناب امین داده شده بود جناب احدزاده می نویسند کتابدار و بدون کتاب. کتابدار یعنی نبی، بدون کتاب یعنی رسول یا برعکس. ببینید یک تیتر اولیه هست. مثلا شما میگید که من کارمند دولت هستم، میگن خب چه کاره هستی که کارمند دولت هستی؟ میگن من حسابدار هستم. بنابراین در کل شما چی هستید؟ فرستاده. فرستاده دولت هستید در مثلا وزارت آموزش و پرورش، رسول اونها هستید. میگن خب همه کارمندای وزارت آموزش و پرورش رسول هستند، یکی رسالتش در اینه که معلم باشه، یکی رسالتش در اینه که رئیس دفتر باشه، یکی رسالتش در اینه که حسابدار باشه. ما به طور کلی هممون رسولان خدا هستیم، نوع بشر رسول خداست. هر کدام از ما یک مأموریتی داریم، اون مأموریت نوع رسالت رو معین میکند. بالا و پایین نداره که رسول مهمتر یا نبی. نبوت نوعی از رسالت است، حامل شدن نوعی از رسالت است، بچه رو به آب انداختن نوعی از رسالت است، امانتداری نوعی از رسالت است. قصد من اون بود که این مطلب رو مطرح بکنیم. جناب رشاد رحمان می نویسند که خداوند به مادر موسی وحی می کند که طفل یعنی موسی را با توکل به خدا در آب رها کن و تشویش نداشته باش، و باید مادر موسی با اطمینان طفل را در جعبه قرار بدهد و به آب رها کند. این چیز اسمش این چه تعریف کردید، این رسالت مادر موسی است، یعنی مسئولیت مادر موسی است. رسول بوده، پس اگه رسول نبوده که رسالت نمی داشته که. اما منظور من از این مثال هایی که میزنم این است که نبی و رسول با هم اشتباه میشه. مثلا باورمندان به دین بهایی به اتکای همین موضوعی که لاینحل گذاشته شده بر این اصل مدعی هستند که در قرآن نبوت رسول اکرم رو اعلام کرده که نبی آخریه، دیگه بعد از این نبی نیست. اما در قرآن نگفته که محمد رسول آخر هست، پس رسالت ادامه پیدا میکنه و ما یک پیامبری داریم. ما یعنی به نام بهایی عرض میکنم، ما یک پیامبری داریم به نام حضرت بهاءالله که ایشان رسول بعدی هستند. چون رسول در قرآن معنی نشده، نبی گفته شده که نبی آخریه. نکته من این است که نبی در واقع میشه گفت که توضیح نوع رسالت است، یعنی رسالت تو چگونه است؟ رسالت من حامل شدن است. رسالت تو چه هست؟ رسالت من بچه به آب انداختن است. رسالت تو چیز؟ رسالت من نبوت است. نبوت
در واقع نوع رسالت رو مشخص میکنه، همونطور که حامل شدن مریم نوع رسالت او رو معین میکنه، یا بچه به آب انداختن مادر موسی او رو معرفی میکنه. این رابطه نبوت و رسالت رو حتما باید دقت بکنید که رعایت بکنید، چون صحبت من با دوستان بهاییم این است که حضرت بهاءالله که پیامبر بهاییان هستند، ایشان میگن رسول هستند، میگم رسالت ایشان در چیست؟ البته بهاییان ساکت میمانند در این قسمت، پاسخی نمیدن، اما پاسخ این است که در نبوت ایشان، یعنی حضرت بهاءالله اگر رسول است، رسالت ایشان در چیست؟ رسالت ایشان در نبوت است. خب اگر در نبوت است که قرآن میگوید نبوت تمام میشود به محمد، پس رسالت ایشان هم تمام میشود. خب برای اینکه در قرآن نگفته که رسالت محمد تمام میشود، نباید هم تمام بشود. رسالت به او تمام میشود، یعنی خلقت بشر به او تمام می شود. هر انسانی که پا به هستی می گذارد رسول خداست، چون فرستاده خداست. یک کسی فرستاده شده حامله بشه، یک کسی فرستاده شده امانتدار بشه، یک کسی موسی را به آب بیاندازه و یک کسی هم نبوت بکنه، رسالتش در نبوتش که وحی دریافت می کنه، وحی تقدیم می کنه. به این خاطر بود که اون آقا رو ما اخراج کردیم، که شروع کردن به هوچی کردن که برادران این آقا فرق بین رسول و فرستاده رو نمیفهمه. میفهمم، خوب میفهمم. خب الان ما نوبت هست که مطلب جناب آقای سلطانی رو میخوانم، بعد میرم بالا اون مطالبی که از قلم افتاده دو مرتبه نگاه میکنم. جناب سلطانی می نویسند که نبی یعنی رسولی که بر او وحی کتبی شده باشد، پس سلام شد تمام. مثلا یه جای صحبت دیگه ای نگذاشته ایشون، اینقدر موضوع رو بغرنج میکنند و اینقدر سبب عصبانیت آدم میشن. هی می نویسین آقا میفهمه و نمیفهمه. تو چی میفهمی؟ جواب سوال رو بده احمق، حالا که میخوای به توهین بشه. از تو میپرسن فرق رسول با نبی چیه، تو میگی برادران این آقا نمیفهمه، جد آبادت نمیفهمه، هم مال نفهم. از تو سوال میشه فرق نبی با رسول چیه، از تو سوال شدی که بگو آقاسی فهمیده است یا نفهمه، سوال رو چرا جواب نمیدی؟ فکر کردی امروز هم اون روز دیگه نیست؟ وقت مردم بیچاره رو میگیری و همه رو عصبی میکنی، برای این اونطوری شروع کردی. خواب دیدی انشالله خیر باشه. آدم بیمار روانی سادیسمی. تو وقتی با قرآن این کار رو میکنی، ببین در زندگی با بقیه چه میکنی. خب با مادر خود زنا کند، با دیگران چه ها کند، وای بر تو. جناب سلطانی می نویسد با عرض سلام، محمد نبی، من ببخشید، با عرض سلام مجدد، نبی یعنی رسولی که بر او وحی کتبی شده باشد و بر وی وظیفه ابلاغ حکم خدا شده باشد. و رسول هر انسان است، حتی به نظر من همه زندگان ها دارای رسالت هستند، اما همه نبی نیستند. و نبوت بعد از آخرین نبی یعنی پیامبر اسلام ختم می شود،
اما رسالت تا ابد قطع نمی شود. سلام میکنم حضور سرکار فریده فلسفی برای حضورشون در این برنامه. جناب راشد میگویند که مادر موسی رسول بوده تا رسالت خود را به وحی خدا عمل کند، یعنی در مورد حضرت موسی، و با توکل به خدا ایشان رو در صندوق بگذاره و در آب بفرسته. نبی میتواند رسول هم باشد، رسول نمیتواند نبی باشد، برعکس است. نبی اون اولی درسته، نبی میتواند رسول هم باشد. رسول نه اینکه نمیتواند نبی باشد، رسول میتواند نبی باشد، میتواند نبی نباشد. مثل رسول اکرم که رسول است ولی رسالتش در نبوتشه. رسول است که نبی است. حضرت مریم هم رسول است ولی نبی نیست. رسول است که رسالت او در نبوت او نیست، رسالت او در حامل شدن اوست. یا مادر موسی هم رسوله ولی نبی نیست. رسالت او در چیز؟ در اینکه جان موسی را حفظ بکنه، یک ترتیبی این بچه را به ساحل برسانه. بنابراین هر رسولی میتواند نبی باشد، میتواند نبی نباشد. بسیگی داری که رسالتش در چیه؟ شما میگویید که این آدم به دانشگاه میره. میگن آدمی که به دانشگاه میره ممکنه دکتر باشه، ممکنه مهندس باشه. رفته به دانشگاه، دانشگاهی هست، ولی خب رشتهش چیه؟ این رسول هست ولی رشته رسالتش چیه؟ اگر رسول اکرم باشه، حضرت محمد باشه، میگن رسالت این در نبوتشه. رسالت حضرت مریم در چی بوده؟ در نبوت؟ نه، در حاملگی و زاییدن بچه، تحویل دادن عیسی به دنیا. بنابراین رسول میتواند نبی باشد، مثل رسول اکرم، رسول بوده دیگه، نبی هم بوده. میتواند نباشد، مثل مریم. مریم و محمد هر دو رسول بودند. یکی رسول نبوی بوده، یکی رسول بارور شدن و حامل شدن بوده. رسالتش وضع حمل مسیح بوده، اون یکی رسالتش نبوت محمدی بوده. مطلب دیگری ببینیم در اینجا هست. جناب احدزاده میگویند که همان مسئله قانون، یعنی نوشته شده و اخلاق قبول شده اما نوشته نشده. جناب افغان می نویسند که سوال من در بالا ماند و فکر کنم متوجه نشدید. الان ببینم که سوال شما چی بوده، باید برم بالا ببینم. جناب احمد علی رضایی حضور دارند. رسول عبدالباهد می نویسد، رسول شنونده اوامر نجات پی بردن و نبی اوامر مطلق شده. بله، رسیدیم به جناب آریان افغان. بله، با سلام بی پایان. میگویند قسمی که در روز گذشته هم پرسیدم اما زمان برنامه تمام شده بود، خواستم دوباره بپرسم.
یک دوست مسیحی از من پرسید که در قرآن خداوند می‌فرماید سوره 5 آیه 18 یهود و نصارا گفتند ما فرزندان و دوستان خدا ایم، بگو پس چرا خدا شما را به گناهانتان عذاب می‌کند بلکه شما بشری از مخلوقات خداوند هستید. خدا هر که را بخواهد می‌آمرزد و هر که را بخواهد عذاب می‌نماید و ملک آسمان‌ها و زمین و ما بین آن در خاص خدا بوده و به سوی او بازگشت است. سوال او چنین بود که یهودیان هرگز ادعای فرزند بودن خدا را ندارند و در عهد قدیم هم نیامده، چرا قرآن کریم در اینجا چنین گفته؟ کلمه عزیز در زبان ادبیات دوستان یهودی ما معنی فرزندی خدا رو میدهد. پاسخ در اینجا خیلی به طول می انجامد. آیین یهود تا قبل از اینکه ابن میمون یا بارانبار که یک یهودی بود و فیلسوف و مسلمان شد و سالها به عنوان یکی از بزرگترین علمای اسلام در اسلام مطالعه کرده و بعد از مدتی تغییر دین داده و مجدداً به یهود بازگشته. در بازگشت ابن میمون به یهود 13 اصلی که از حکمت قرآن برداشته به دین یهود، که برگشته به دین یهود، یعنی یهودی است که مسلمان شده دو مرتبه برگشته یهودی شده، و اون 13 مورد مبانی و پایه‌های فلسفی دین یهود امروز رو معرفی میکنه. حالا قصد من الان ایراد و اینها نیست، فقط میخوام عرض بکنم که این شباهتی که بین دو تا دین هست این است که دین یهود پایه‌های فلسفی نداشته اصلا، همونطور که آیین مسیح پایه‌های فلسفی و پایه‌های منطق توحیدی درش نیست. بازم عرض من این نیست که خوبه یا بده، هرچی از همین نیست که هست، دین خوب و بد ما نداریم، یه سری عقاید اینها. اما اینکه دین یهود بر مبنای تئوری‌های فلسفی اسلامی ساخته شده، در دین یهود جهنم نبوده، بهشت به این صورتی که الان هست نبوده، رابطه بشر با خدا و در واقع رابطه الوهیت انسان به این شکل نبوده، ولی از نظر عقیدتی یهود بیشتر نزدیک به توحید هست تا مسیحیت. علتش هم اینه که ما در دوران خود مسیح دینی به نام دین مسیحی نداشتیم و هرگز حضرت مسیح اعلام دین مستقل و منتزع از دین یهود رو هیچ کجا ادعا نکرده. حتی در جایی گفته ایشان که اختلاف هم روش نیست هستن که من نیامدم حتی یک واو از تورات رو عوض کنم. چگونه میتواند که این شخص پیامبر مستقلی باشد؟ پیامبر بوده، حتما بوده. انجیل قرآن میگه به هم وحی کردیم، بهش هم انجیل دادیم، هم تاییدش کردیم، همه اینها هست، ولی هیچ کدام از پیامبران برای دین مستقل نیامدن. اما موضوع عزیز که معرفی کردید، این موضوع در دین یهود وجود داره، ولی نه به این شکلی که شما فرمودید که بگویند که ما پسر یا دختر خدا هستیم. میگویند که ما موجودات برتری هستیم و فضیلت داریم بر بقیه انسان ها و خیلی خصوصی در جاهای خصوصیشون
میگویند که خدا همه انسان های دیگر رو برای خدمت به یهود خلق کرده. این رو میگن چرا؟ برای اینکه ما دارای الوهیت هستیم. اما تمام این پایه های فلسفی این نوع اندیشه رو از دین اسلام گرفتن. البته آقای عبدالواحد می نویسن رسول شنونده اوامر نجات پی بردن و نبی اوامر مطلق شده. جناب اشرف تهرانی می نویسن نبی رسولی است که از طرف خدا به او وحی می شود. غیر نبی هم بودند کسانی که رسول بودند و نبی نبودند ولی وحی به اونها می شده، مثل مریم. مریم رسول بوده، وحی هم به اون می شده، اما نبوت نداشته. نبوت یعنی خبر دادن، یعنی کاری که رسول اکرم می کرده، کاری که مسیح می کرده، کاری که موسی می کرده. اینها رسالتشون خبر دادن بوده. مریم رسالتش داییدن بوده. مادر موسی رسالتش حفظ حیات موسی بوده. همه اینها رسول بودن، نبوتاشون با هم فرق میکرد. عذر میخوام، نوع رسالتشون با هم فرق میکرد. یکی رسالت نبوی داشته، یکی رسالت محافظاتی داشته، یکی رسالت وضع حمل داشته. و رسالت یعنی که در واقع اون مأموریت کل و پایین‌تر شغلش رو معین میکنی. خب شما کارمند شدی، شغلت چی حالا؟ من وزارت آموزش پرورش استخدام شدم. خب شما الان رسولی، حالا شغلت چیه؟ اون ناظم، اون مدیره، اون خیابون جارو میکنه، اون چه میدونم، کارهای مختلفی دارن. در واقع رسالت یک حکم کلیه که همه ما انسان ها رسول هستیم و بعد در طبقه پایین معین میکنی که چگونه رسالت داریم، رسالت چگونگی و فرم رسالت رو معین میکنیم، اون رو ما باید توجه کنیم بهش. خب مطالب جناب فلسفی رو هم خواندیم. جناب سریا می نویسند که سوالی دارم از نهج البلاغه معاشر الناس. فرموده مردم بدانید زن ناقص عقلن، ایشان ناقص است به واسطه ای که حیض می شود، نمی تواند نماز و روزه معذور بدارد ناقص عقلشان. اولا که در قرآن به هیچ عنوان حیض و نفاس زنان موجب ترک عبادتشون نمیشه و همه زنها که در دوران حیض و نفاس از روزه گرفتن و نماز گرفتن پرهیز کردن خطاکار هستن و اگر اونایشون که معتقد هستن به این عبادت باید بدانن که مدیون هستن. به خصوص زنان ما یکی از بزرگترین بدهی هایی که به خداوند دارند بدهی یک سوم عمرشون رو نماز نخواندند و یک درصد بزرگی از عمرشون رو روزه نگرفتند و خلاف کردند. هم تنبیه دنیای دیگه، نه دو این دنیا تنبیه ندارن، اما هم در دنیای دیگه تنبیه خواهند شد. ولی اگر که زنها بتوانند که ثابت بکنند، وکیل خوب داشته باشند و ثابت بکنند که من به این علت روزه نگرفتم که این آقای آقاسی گفت زن وقتی که حیض میشه نجس میشه، آدم نجس هم اجازه نداره نماز بخونه، من به این آقاسی اعتماد کردم و این آقاسی منو گمراه کرد و تقصیر آقاسی است که من نماز نخونم، به خدا بگه برو با این آقاسی هر کاری میکنی بود.
خدا جواب میده، تو قرآن جواب داده، گفته روز قیامت شما میگید این امام به من گفت من این کارو بکنم، امام میگه من نگفتم. روز قیامت امام های شما آرزو میکردن که کاش با خاک یکسان بشن، که زنده نباشند که دفاع کنند، ولی روز قیامت هم امام های شما هم به اصطلاح تنبیه میشن، هم خود شما تنبیه میشن، هم خود شما تنبیه میشید که چرا از امام پرسیدید، چرا از قرآن نپرسیدید، چرا از امام پرسید، چرا از امام پرسیدی؟ اگه تو قرآن نداشت، یه قرآن نمیفهمم، چطور نمیفهمی؟ همین فارسی غلط بلدی قرآن رو یه ترجمه کردم، بخوان و ببین چنین است یا چنان نیست. در از قرآن میگوید که شما برای نماز خواندن بایستی که وضو بگیرید، یعنی چه کار بکنید؟ یعنی باید طاهر باشید، تمیز باشید بدنتون. و همینطور در قرآن میگوید خون خارج از بدن نجسه، باید پاک بشه. اگه پاک شدنی نباشه چه کنم؟ اگر پاک شدنی نباشه تیمم کن. بنابراین همه زنهایی که قاعده میشن و خون ریزی دارن، چون نمیشه پاک کرد، تراوش ادامه داره، یه چیزی نیست که تمام بشه، که همطور ادامه داره در یه مدت معینی، باید چه بکنن؟ بایستی که از تیمم استفاده کنن. فرض کنید که الان شما میرید در جنگ برای دفاع از اسلام، یه تیری میخوره به دستتون، الان هم زوره و هر کاری میکنید خون بند نمیاد، چند تا کاغذ پیچیدید دورش، بازم نشت میکنه خون، چیز مهمی نیستان، نمردید یا قرارم نیست بمیرید، خون هم بند نمیاد، چکه چکه میکنه از دستتون میاد، الان هم نماز ظهر رسیده، میخوای نماز ظهر بخونید، بعد از ظهر قرار به بیمارستان دیگه، نماز قضا میشه، الان باید نماز بخونید، چون زن نیستید، مردید، میخواین نماز بخونید، الان چه باید بکنید؟ تیمم میکنید، نماز میخونید. شما مگه در قرآن نشنیدید که وقتی که شما در سفر هستید، قضای حاجت میکنید، آب نیست که خودتون رو بشورید، مدفوع به بدن شما چسبیده از مخرج شما. قرآن میگه چی؟ میگه ترک نماز کن، یا میگه خودتو پاک کن؟ میگه الان در سفرم، چجوری خودم پاک بکنم؟ میگه با سنگ، سنگ پاک نمیکنه، همونو به حساب بگذار، بعد تیمم کن، نماز تو بخون. چرا همه که از تنشون خون میاد و خونشون بند نمیاد، با تیمم رفع این اشکال رو میکنن؟ میگه آقا پاک شدنی نیست، میگه این دستم تیر خورده، از اینجاش داره خون میاد، چجوری برم بشورم؟ میگن شما لازم نیست بشورید، شما تیمم کنید، نیت بکنید، یعنی وضو رو رد نکن، بگو خدایا میدانم باید این تیمم، یعنی این خدایا میدانم باید وضو بگیرم، من سهلنگاری نمی کنم، ترک فرمان نمی کنم، ولی الان امکانش نیست، ولی قبول میکنم که حکم تو حق است و باید وضو گرفت، ولی خودت اجازه دادی الان دست من داره خون میاد، چجور وضو بگیرم؟ آبم ریختم روش، دو مرتبه خون میاد، من میگه ببند روش رو، تیمم کن، نماز بخون. زنها هم همینطور، زنها هم بایستی خودشون رو محافظت بکنن، خون ریزیشون رو و خودشون رو نگه بدارن در طول عبادت، تیمم کنن، نماز بخونن. تحت هیچ عنوان من تصور نمی کنم که در مورد روزه ما حکمی در قرآن داشته باشیم که زنانی که قاعده میشن نباید روزه بگیرن. این در قسمت اول مطالب جناب ثریا. اما در مورد خود کتاب نهج البلاغه، کتاب نهج البلاغه حدود
1400 سال پیش به وسیله حضرت علی نوشته شده. این کتاب نهج البلاغه ای که امروز از اون نهج البلاغه سخن میگوید 200 سال پیش نوشته شده و در زمانی نوشته شده که مثل الان که یهود بالاترین نفوذ رو در نشریات مسلمان ها داشته. با عذرخواهی از برادران یهودی خودم، بیش از 96% از هزینه چاپ کتاب های اسلامی به وسیله یهودیان پرداخت میشه. اظهار نظر نمی کنم، آمار میدم. حالا شاید که تعدادی کتاب هایی رو که مسلمان ها چاپ میکنن بیشتر باشه، ولی کتاب های مسلمین رو یهود چاپ میکرده و سرمایه گذاری میکرده. شاید یکی از دلایلش این بوده که دست بالا و نفوذ داشته باشه و هر طوری که میخواد احادیث رو برای برهم زدن اعتبار دین جابجا بکنه. کتاب نهج البلاغه 200 سال پیش نوشته شده و به هیچ عنوان قابل اتکا نیست و به هر حال کتابی است که بعد از 1200 سال یک آدمی از تخیلات خودش به نام حضرت علی نوشته و نام علی رو هم بدنام کرد. مطالب فلسفی هم در اون کتاب هست، شاید هم اونها از علی باشه، ولی علی که پدر زینب کبراست، زنی که وقتی که حسین به او میگوید که ما قصد سفر و رفتن و اقامت در کوفه داریم، در اونجا کلاس درس میخواییم برقرار کنیم، زینب هم با او حرکت میکنه. شوهر زینب در تاریخ نمیگن، البته شوهر زینب مخالف بوده با حرکت او و به او میگوید که این آیه قرآن نوشته که زنها باید در غیبت شوهرانشون از نوامیسشون حفاظت کنند و بعد هم زنها باید تابع قانون مردها باشن. زینب به اون میگوید نه، اشتباه میکنی، زنها باید تابع قانون خدا باشن، نه قانون شوهرانشان. هیچ زنی در اسلام مأموریت و مسئولیت اطاعت از شوهرش رو نداره و هیچ زنی مسئولیت از شوهر و هیچ شوهری از زن مسئولیت اطاعت نداره، بلکه هر دو بایستی که به قرآن مراجعه بکنن و هر دو از قانون خانواده که در قرآن آمده بایستی که اطاعت بکنن. زن از شوهرش اطاعت در قرآن نیست چنین چیز، هر که فکر میکند بیاورد آن را نشان بده. اون را منظور من این بود که وقتی یهود سرمایه گذاری میکنه در نهج البلاغه و نهج البلاغه یهودی منتشر میشه و در این نهج البلاغه ها همه حرف ها داده میشه، کاغذ و مرکب و چاپخانه دیگه. شما یه نهج البلاغه چاپ کن، بیشتر بنویس، همه این ها. نهج البلاغه چنین چیزی درش نیست. علی ابن ابی طالب یکی از بزرگترین مدافعین حقوق زن در تاریخ، مطالب دیگرش رو بخوانید، خیلی حقیقت برای شما روشن میشه. جناب سهیلا سهرابیان هم تشریف دارند، جناب حضرت مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. سریای عزیز می نویسد که نهج البلاغه که حضرت علی فرموده ایمان زنان ناقص است، عقلشان ناقص است، بهرهمندیشان ناقص به وسیله حیض و روزه اینا خواندم، مثل میراث هم نصف می شود. هیچ کدام خوب، حالا فرق این خطابه علی با محمد چه تفاوت دارد؟ اولا اینکه خیلی دنبال تفاوتش نرید و اساسا دنبال احکامش هم نرید. نه علی نه عمر، هیچ کدامشون تحت هیچ عنوان حق این رو ندارن
که استنباطهای خودشون از قرآن تبدیل به قانون بکنن و به مردم تحمیل بکنن و نکردند. هیچ کدام از این دو نفر در زمانی حاکم بودن حکومت کردند و حکومتشون که به پایان رسیده یا نرسیده کشته شدن هر دو، آدم های معمولی می شدند اگر بعد از حکومت، ولی در حکومت که هست یک سری قوانینی از اجرا می کنه. هیچ کدام از این دو شخصیتی که نام بردید و هیچ انسان دیگری، هیچ فقیهی، هیچ مرجعی، هیچ امامی، هیچ بزرگی، هیچ پیامبری اجازه ندارد که استنباط خود را از قرآن تبدیل به قانون بکند. خود قرآن هم مطالب حکمت رو تبدیل به قانون نمی کند، واگذار به شورا می کند. من به هیچ وجه نگران فرمان علی و فرمان عمر نیستم، از هر دو سرپیچی می کنم و از قرآن اطاعت می کنم. اگر در فرامین اینها مطلبی دیدم که سودمند بود، اون رو در زندگی مد نظر قرار می دهم، ولی مقلد هیچ کدام نمی شود و هر که مقلد انسان بشود مشرک و کافر است. همین مطلبی رو که خانم شکور می نویسند، حسینی شکور، ممکن حالا مرد باشن یا زن باشن، می بخشید در حال، می نویسند که چون وقتی خون نجاست است، شهید با لباس خون آلود جنازه خوانده و دفن می شود، به خاطر اینکه قابل پاک کردن نیست. یعنی معمولا شهید وقتی که ضربه می خورد و اینها، بدن خون آلود رو با آب چشمه بشورن و چه فایده ای داره این کار؟ منطقا این است که نمیشویند، نه به عنوان اینکه خونش مقدسه، به عنوان اینکه قابل شستشو نیست. در واقع نوعی تیمم بر تدفین میکنند. البته خون خارج از بدن نجسه، نجس به این معناست که عفونیست. شما یک قطره خونتون رو توی یک ظرف کوچکی بگذارید بیرون، خونی که قرمز و شفافه، یک ساعت بعد نگاه بکنید سیاه سیاه شده. این سیاهی چیه؟ اینو جز باکتری چیز دیگری نیست که، چون خون خیلی مغذیه و راحت خورده میشه و راحت جذب میشه دیگه، اصاره همه چیزهاست دیگه. باکتری های موجود هوا رو جلب میکنه و از همه چیز با سرعت خیلی زیادی عفونی میشه و بیماری های خطرناکی رو با خودش به دنبال داره. به این لحاظ هست که در قرآن توصیه شده به پاک کردن و طهارتش، اما این مال وقتیست که کار عملی باشه. وقتی که کار عملی نیست و امکان طهارت جسمی موجود نیست، بایستی که به وسیله اعلام این کار یا تمدد با روش هایی که در واقع آب به کار نمی برن ولی نیت کار بردن آب رو به کار می برن، اونطور عبادتشون انجام بدن. اما در مورد روزه حتی حکم شبیه هم نداره. خانم ثریا یا جناب شکور یا بقیه افراد باید بدانند که قرآن کتاب هدایت است، قانون در شورا ساخته می شود و قانون عبادی حکم بشری نمی پذیرد. یعنی هیچ کس نمی تواند بگوید من قانون می خوام برای نماز بگذارم، قانون برای روزه بگذارم. می تونه به استنباط من از قرآن اینه، من استنباط میکنم که در نماز باید این کاری کرد، من فکر میکنم روزه رو باید 38 روز گرفت به جای 30 روز. آدم دیگه نظر داره، ما میخونیم نظرش رو نگاه میکنیم میگیم این نظر مال شما، ورده به درد من نمیخوره.
شما نظریه که داده میشه چه مال علی باشه چه مال عمر باشه، چه مال من چه مال محمد، هیچ فرقی نمیکنه. نظر رو میخونید، یه با عقلتون و رضایتتون تطبیق کرد، مورد نظر قرار میدید، نبود مؤدبانه میذاریدش کنار. علی سر جای خودشه، عمر سر جای خودشه، محمد سر جای خودشه، خدا هم سر جای خودشه، قرآن هم سر جای خودشه. آبرویی هستن، اعتباری دارن، احترامی دارن، هم احترام مردم میذاریم وقتی ما احترام به اینها میذاریم. اساسا ما آدمی هستیم به همه احترام میذاریم، ولی فرمان غلط از سوی هر کس که باشه در مقابل قرآن به دور میاندازه. قرآن به هیچ کس اجازه قانون ساختن جز در شورا نداد، و این احکامی که راجع به زنها صحبت میکنن 180 درجه محاربه با خداست. اگر علی یک حکم درباره زن داده باشد مشرک و محاربه با خداست. اون بی‌ثبات هایی که این کتاب ها رو به نام این بزرگان جعل می کنند قرآنشون رو درست نخواندن. در قرآن آیه ای هست که به پیامبر می گوید محمد از تو می خواهند که درباره زنان فتوا بدهی، بگو من ممنوع هستم از فتوا دادن در مورد زنان. به محمد خدا میگوید، بگو خدا درباره آنها فتوا میدهد نه بشر. اون وقت برای زنها ما این احکام رو، این کتاب ها رو، اونم به نام کی؟ به نام مرد بزرگی مثل علی، یعنی به او هم افترا میزنیم ما، برای اینکه نکته های خودمون رو ثابت بکنیم، برای اینکه زن رو در این دنیا به صورت کالا در بیاریم. این افترا و این ننگ رو متوجه حضرت علی میکنیم. اتاق فرمان لطف کنید و دقایق کوتاهی به ما تنفس بدید، باز میگردیم با شما خواهیم بود.